پس از مذاکرات طولانی نیروهای امنیتی توافق کرده و اجازه دادن که ما برای ثبت و ضبط اولین گفتگو با کسی که از هویجه و محاصره این شهر گریخت به دفترشون برویم. تا چند روز پیش او عضوی از داعش بود و اطلاعات مهمی دارد و نام شماری از افراد بسیار مهم داعش را می‌داند. ما اولین کسانی هستیم که قرار است سخنانش را بشنویم. محمد تا قبل از پیوستن به داعش به کار قاچاق اسلحه برای القاعده مشغول بود در شهر خود الحویجه. در 13 سالگی وقتی هنوز مدرسه می‌رفتی شبا می‌رفتی بیرون و حتی قاچاق اسلحه می‌کردی. عجیب نیست که خانواده‌ات چیزی در این باره نمی‌دونستن؟ همیشه شبا از ساعت 7 تا 10 بیرون بودم. به خانواده‌ات می‌گفتی کجا می‌ری؟ بهشون می‌گفتم یکی دو ساعت میرم بیرون. یعنی درباره پیوستن به القاعده کوچکترین تردیدی نداشتی؟ نه. در 2010 از القاعده اومدی بیرون. بله. بعد کجا رفتی؟ تا سال 2014 درسم رو ادامه دادم، حدود 4 ماه درس خوندم. بعدش هم که مدرسه ها تعطیل شد. چرا؟ چون تحت قوانین داعش مدرسه ممنوع بود. کی مجبورت کرد که به داعش بپیوندی؟ تو رفتی سراغشون یا اونا اومدن سراغت؟ اونا اومدن دنبالم. هارون و خلف اومدن و گفتن که منم مثل اونا عضو القاعده بودم و باید با داعش بیعت کنم. مجبورت کردن؟ اگر خواستشون رو رد میکردم هم خودمو میکشتن و هم خانوادمو. به خواستهاشون تن دادی؟ بله. وظیفت چی بود؟ مأموریتم این بود که در ایستگاه بازرسی شجیره باشم. ما با ماموران امنیتی در شجیره بودیم و تو ورودی روستا تو ایستگاه بازرسی وامیستادیم. اتومبیل‌ها رو میگشتیم و هر کسی که با نیروهای امنیتی درباره داعش حرف میزد میگرفتیمش. اونایی که شما تحویلشون میدادین چه کسایی بودن؟ کسایی که میفهمیدیم دارن با نیروهای امنیتی کار میکنن یا درباره داعش حرف میزدن. سر و صورتشون رو مدل عجیب و غریبی میتراشیدن یا کسایی که پیرنهای بلند یا چیزهای دیگه میپوشیدن که مخالف شریعت بود. یعنی مجازات کسی که ریششو میتراشید چی بود؟ شلاقش میزدن. چند ضربه؟ 20 ضربه. کسی که ردای بلند میپوشید چی؟ پیرانش رو پاره میکردن و بعد شلاقش میزدن. کسی که سیگار میکشید چطور؟ باید جریمه میداد، بعدم شلاقش میزدن و 3 روز زندانی میشد. طبق قوانین داعش کدوم زندانی ها باید کشته میشدن؟ زندانی که با نیروهای امنیتی همکاری میکرد میکشتنش. فکر میکنی کار درستی بود؟ نه. اونا بیگناه نبودن؟ بیگناه. چرا کشتنشون مجاز بود؟ چون گفتن که با نیروهای امنیتی همکاری میکنن. طبق عقیدهشون دیگه با چه کسایی دشمنه؟ علیه شیعه و کردها. داعش با شیعیان چه مشکلی داره؟ داعش میگه شیعیان رافضیان. رافضی یعنی چیه؟ اونا ابوبکر و عمر رو به عنوان خلیفه قبول ندارن. این مال 1400 سال پیشه، ارزشش رو داره که به خاطرش تفنگ بر دوی مردم بیگناه رو بکشی؟ قبلا هم گفتم من هیچ وقت به این اعتقاد نداشتم، اما مجبورم کردن که عضو داعش بشم. چون قبلش عضو القاعده بودم، بهم گفتن اگه به داعش نپیوندم منم میکشن. غیر از نگهبانی ایستگاه بازرسی توی عملیات دیگه هم بودی؟ در عملیات مکتب خالد بودم. در حمله به کرکوک چند نفر بودین؟ حدود 2000 نفر بودیم. نقشه تو چی بود؟ من پشت جبهه بودم. وقتی که خط مقدم جبهه میرفت تا کرکوک بگیره، کار ما اشغال اراضی بود. عملیات موفق بود؟ نبود. اما خیلی ها کشته شدن، هم از نیروهای امنیتی و هم از غیر نظامی ها. چی به دست آوردی؟ چیزی به دست نیاوردیم. کی از داعش اومدی بیرون؟ فکر کنم یه کمی بعد از همین حمله بود. سال 2015؟ اوائل 2015 بود. در طول این سال کجا بودی؟ خونه فامیل قایم شده بودم. چطور قایم می شدی؟ هویجه روستایی خیلی کوچیکیه. وقتی که به خونه حمله کردن من فرار کردم. ولی داعشی ها می دونستن که ترکشون کردی؟ خیلی ها داعش رو ترک کرده بودن، فرار کرده بودن و قدرت جنگ با داعش رو نداشتن. به خونه هاشون حمله می کردن و زندانیشون می کردن. مدتی زندانیشون می کردن و بعدم ولشون می کردن، آزادشون می کردن. با اسرا چیکار می کردن؟ زندانیشون می کردن؟ زندانیشون می کردن.
نمی‌کشتنشون؟ نه. کسایی که داعش رو ترک کرده بودن نمی‌کشتن؟ نه نمی‌کشتن. خانواده‌ات می‌دونستن عضو داعشی؟ بله. براشون مسئله نبود؟ قبول نمی‌کردن. نمی‌گفتن بعد داعش رو ترک کنی؟ می‌گفتن و به همین دلیل بود که داعش رو ترک کردم. پدرم از خونه بیرونم کرد. بعد کجا رفتی؟ هر روز خونه یکی از دوستام قایم می‌شدم. تابستون می‌رفتم خارج از روستامون. از ترس اینکه مبادا گیر بیفتم به ده نمی‌رفتم. خودمو خیلی کم نشون میدادم، با هیچی تماس نداشتم. بعدن چطور تونست خودتو تسلیم نیروهای امنیتی کنی؟ رفتم تو گروهی که از داعش فرار نمی کرد، بلکه در واقع داشت به خانواده کمک می کرد تا فرار کنند. این گروه نگهبانی می داد و راه رو برای فرار مردم آماده می کرد. اگر افراد داعش رو پیدا نمی کردن، در قبال پول می ذاشتن که خانواده از جاده عبور کنند. نیروهای امنیتی فهرست از افراد تحت تعقیب داشتن. اسم تو توی این فهرست بود؟ آره اسمم توی فهرست بود. پس میدونستی اگر از ایستگاه بازرسی بگذری گیر میفتی؟ بله. درسته؟ یعنی بله. قصدت این بود که تسلیم شی؟ بله. چرا؟ میخواستم از شهرشون راحت بشم و توبه کنم. چه تضمینی داشتی؟ کی بهت گفت که نیروهای امنیتی بهتر از داعشن؟ چون با داعش قطعا سرانجام مرگ در انتظار آدمه. امیدوار بودم که نیروهای امنیتی کمکم کنن تا از تله که توش گیر افتاده بودم خلاص بشم. بعد از اینکه نیروهای امنیتی اسم تو تو فرست افراد تحت تعقیب پیدا کردن، خانوادت رو که تو فرست آواره ها بودن از بقیه جدا کردن؟ بله. و آوردن به این مرکز امنیتی؟ آره. رفتارشون با چطور بود؟ خیلی خوب با هم رفتار کردن، خیلی مؤدب بودن و ازشون ممنونم، با هم خیلی خوب بودن. برای اینکه بیشتر درباره پرونده محمد بدونم با ماموری صحبت کردم که مسئول دفتر تحقیق محل نگهداری محمد بود. این مأمور از ما خواست تا به دلایل امنیتی هویتش رو فاش نکنیم. اینجا حوزه اختیارات ماست. یه زندان رسمی مرتبط با دستگاه قضایی یا سازمان‌های دولتی دیگه نیست. ما در مورد این بازداشتی تحقیقات اولیه رو انجام دادیم و بعد به مقامات تحویل دادیمش. تا جایی که ما میدونیم تحقیقات کاملی درباره او در حال انجامه. گمان میکنم به دستگاه قضایی ارجاع داده بشه، درست مثل دیگرانی که به مقامات مربوطه تحویل داده شدن. او یکی از افراد بیشماریه که به دلیل مشارکت در درگیری ها یا تلاش برای نفوذ به درون خانواده های آواره در انتقال به مناطق امن بازداشت شدند. میخوایم اجازت رو از مسئولت بگیریم تا ببریم یه جای دیگه که بتونی یه مقدار هوای تازه بخوری. بقیه گفتگو رو بیرون انجام میدیم. درباره جهاد نکاح در هویج چی میدونی؟ جهاد نکاح مال موقعی بود که اونا زنای ایزدی رو با خودشون آوردن اونجا. آره آوردنشون اونجا. زنان ایزدی رو آوردن پیش شما به هویجه؟ تعدادی رو آوردن به العباسی. چند نفر بودن؟ دو نفر رو آوردن. تو دیدیشون؟ نه من ندیدمشون، اما توی خونه بودن. چی باهاشون ازدواج کرد؟ مردی به اسم ابو فاطمه باهاشون عروسی کرد. اون یه فرمانده بود؟ فرمانده نظامی بود. فکر کنم بعدن کشته شد. وقتی با داعش بودی شاهد چیزای دیگه هم بودی؟ می‌دیدم که کارشون باطله. درست منظورت چیه؟ باطل. منظورت اینه که تو مسیر درست نبودن؟ بله راهشون غلط بود و آمده بودن تا کشور رو داغون بکنن، خون بریزن، میخواستن خونریزی کنن. بچه هایی که با شما بودن چطور؟ هنوز اونجا هست. اونا دیگه جوانهایی شدن که دارن میجنگن. آره. نمیتونن فرار کنن؟ میتونن اما به نظرم میترسن. فکر میکنه سر عقل اومدی؟ آره انشالله. چی باعث شد عقلت برگرد سر جاش؟ چیزی که باعث می‌شد احساس گناه کنم این بود که می‌دیدم چقدر کارشون غلطه، مخصوصا کشتن افراد بی‌گناه. اونا بعضی از قوم و خویش‌های خودمو کشتن. می‌دونستم که کارشون بده و به خاطر همینم رفتم خودمو به ماموران امنیتی تسلیم کردم. محمد وقتی که در مرکز تحقیق بود شروع کرد به فکر کردن درباره آینده‌اش. حالا برای اصلاح زندگیش محتاج آخرین فرصته. اما یک پرسش هنوز باقی است. آیا ماموران امنیتی این فرصت رو به کسی که 7 سال از عمر خودش رو صرف کار برای نابودی کشور از طریق داعش و القاعده کرده میدن؟ تقاضات از نیروهای امنیتی چیه؟ ازشون میخوام تا به من فرصت بدن با داعش بجنگم.
اگه اولین فرماندهی که تو رو وارد القاعده کرد رو ببینی، اگر اونو که اسمش هارون بود، آره. اگر اونو بیاریم چیکار میکنی؟ به خاطر اینکه منو وارد چنین کابوسی کرد میکشمش، چون زندگی و آینده ما رو تباه کرد. آرزوی دوران بچگی چی بود؟ میخواستم درس بخونم و به پلیس بپیوندم. آرزوت این بود که پلیس و مأمور اجرای قانون بشی، اما قانون شکنی شدی که مدت‌ها با پلیس می‌جنگید. این کار درستی بود؟ نه. حالا می‌خوای همه چی رو درست کنی؟ بله. چطور می‌خوای این کارو بکنی؟ اگه بذارن با داعش بجنگم. فکر می‌کنی این فرصت رو بهت بدن؟ امیدوارم. با این زندانی طبق قانون رفتار شد. همون کاری رو کردیم که پیامبرمون حضرت محمد صلی الله توصیه کرده. یعنی احترام به اسیر. ما ضمناً باید استانداردهای حقوق بشر بین المللی رو هم رعایت کنیم. او احتمالاً تفاوت میان اسارت در داعش و اسارت در دست نیروهای امنیتی رو متوجه شده. تفاوت بزرگیه که حیرت زده‌اش کرده، چون عضو یه هسته امنیتی در منطقه‌ای بود که در اون زندگی میکرد. این جوان وضعش فرق داره. جوانی رو تصور کنید که از 13 سالگی عضوی از چنین سازمان تندروی بوده، بعد در یک فضای بسته تحت فشار روانی و ایدئولوژیک قرار داشته. به نظر من در تبدیل شدن به یک افرادگرا او به تنهایی مقصر نبوده و محیط هم در گرایش اون به این راه نقش داشته. ما باید سنش رو هم در نظر می گرفتیم. امیدوارم که مقامات هم این مسئله رو در نظر بگیرند. بیشتر اعضای گروه های افراطی کم سن و سال تحت تأثیر و آلت دست هستند. ما باید محیطی که اینها درش هستند و خانواده های درجه یک اونها رو مسئول این مسئله بدونیم. به نظر من باید همه این جوانه برای حکم نهایی در نظر گرفته بشه. در سالهای گذشته در هویجه چه اتفاقاتی افتاد؟ چیزی که اتفاق می افتاد خرابی بود و قحطی و آوارگی و کشتار افراد بیگناه. مردم می خواستن عبور کنن و به نیروهای امنیتی برسن. مردم اصلا زندگی راحتی ندارن. منتظر نیروهای امنیتی هن تا بیان و از دست داعش نجاتشون بدن. اگه اهالی می خوان داعش بره بیرون، پس چه کسی داعش آورده؟ داعش جمعی از گروه هایی که از همین خونه ها اومدن. مثلا یه نفر از فلان خانواده اعلام بیعت میکنه، اما این معنیشی نیست که همه اعضای اون خونه اینطوری هن. خیلی هستن که داعش رو نمیخوان. چرا داعش در 12 سال گذشته این همه در هویجه قوی بوده؟ در گذشته هم هویجه محلی برای سازمان های افراطی و سلفی بوده. چرا هویجه؟ چون اینجا از زور استفاده میکنن و هر کسی که اطاعت نکنه میکشنش. بعضیایی که فلوجه و بیجی رو ترک کردن در هویجه جذب داعش شدن. وقتی که حمله های شرقات و قیاره شروع شد، اعضای داعش از اینجا خارج شدن و اومدن به هویجه. به مردم چه وعده‌ای میدادن؟ بهشون چی میگفتن تا اونا رو مجبور به اطاعت کنن؟ مردم به هیچ وجه متقاعد نشدن، اما مجبورن. داعش در تمام مناطق اطراف مین کار گذاشته و مردم امکان عبور کردن و گذشتن از این مناطق رو ندارن. تمام جاده ها و معابر تحت کنترل داعشه. اسرا رو مجازات میکنن و هر کسی که جرأت کنه و قصد رفتن کنه رو میکشنش. اگه ببینن کسی به دیگران کمک میکنه تا از اینجا برن میکشنش. مردم چطوری زندگی میکنن؟ چطور میرن و میان؟ وضع بیمارستان ها و فروشگاه ها چطور؟ تمام فروشگاه ها و مغازه ها بسته است. فقط چند تا خوارب فروشی هست که بازه. مردم گندم رو آرد میکنن تا باهاش جشیش درست کنن. جشیش مخلوط ماست و گندمه. میذارنش تو یخچال و با نون میخورنش. نونم زیاد نمیتونن بخورن، چون هم کمه و هم گرونه. وضع دارو بیمارستان چطوره؟ هیچ دارویی نیست. وضع درمان و دکتر خیلی محدود و گرونه.
اما بعد از اینکه مردم شروع کردن به رفتن، غذا و دارو کمیاب شد. قیمت یک کیلو روغن و شکر به 40,000 دینار رسیده. مردم توان خرید ندارن، فقط میتونن به اندازه کم و برای مصرف روزانهشون خوراکی بخرن. خیلی هم بدون این سر میکنن و براشون خیلی مشکله، طاقت فرساست. داعش مردم رو مجبور میکنه مالیات بپردازن؟ بله، صرافی ها برای 100 دلار 3,000 یا 4,000 دینار میخوان. تو که اهل هویج هستی، فکر میکنی مردم هویج با داعش مخالفن و نمیخوانشون؟ آره کاملا، چون با داعش بیعت نکردن. اما کاری از دست کسی بر نمیاد. مردم منتظر نیروهای امنیتی هستن تا بهشون کمک کنن تا از شر داعش خلاص بشن. چه تجربه‌ای به دست آوردی؟ تحلیل نهایت از اوضاع چیه؟ فکر میکنی در نهایت بعد از این همه ماجرا چی نصیبت شد؟ راستش هیچی نصیبم نشد، هیچ استفاده‌ای نکردم. این تجربه یه لکه ننگ در زندگیمه. امیدوارم خداوند فرصت به من بده تا اون چه با مردم کردم رو بتونم جبرانش کنم. چطور میخوای این کار رو بکنی؟ میخوام این فرصت رو پیدا کنم که اشتباهاتم رو درست کنم و در کنار قوای امنیتی بجنگم. کسی از دوستات هست که هنوز با داعش باشه؟ منظورم در هویج است. بله، ولی فرار کردن و میخوان که تسلیم بشن اما هنوز نشدن. چه پیامی برشون؟ میخوام بهشون بگم که خودشون تسلیم کنن، چون اینقدر که فکر میکنن بد نیست. بهشون میگم که نترسن و اینو بدونن که اینجا باهاشون بدرفتاری نمیشه. اینجا با ما رفتار خوبی دارن. اینا مثل چیزی که به ما گفته بودن نیست. برخلاف اون چه گفته شده ما رو نمیکشن. اینا قاتل نیستن، آدمای خوبی هن. یعنی افرادی رو که میگیرن بهشون وسایل گرما و این کتابا رو میدن؟ این کتابا رو تو بازداشت بهتون دادن؟ بله. خوندشون؟ بله. این بخاری رو هم دادن؟ بله. پس رفتارشون باید خوبه؟ درسته، همینطوره. داعش تصور چنین رفتاری رو با اسرا داره؟ با ما اینطور رفتار کنن؟ با اسیرا اینطور رفتار نه. کنه؟ نه. رفتارشون با اسرا چطور؟ شکنجهشون میکردن و مینداختنشون توی زندونای زیرزمینی. طبق اطلاعاتی که ما داشتیم، زندانی ها میگفتن که بهشون غذا نمیدن، اگرم بدن خیلی کمه. زندونا خیلی تاریک و اونا رو تو زندونای انفرادی مینداختن و باهاشون بدرفتاری میکردن. مثل یه جور جنگ روانی بود. محمد، فرض کنیم که نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی و دادگاه به پرونده تو نگاه کنن و راهی برای بیرون آوردن تو از این وضع پیدا کنه. برنامه‌ت برای آینده چیه؟ میخوای چیکار کنی؟ اول از همه میخوام با داعش بجنگم. میخوام درسم رو هم ادامه بدم. میخوام به مدرسه برگردم و تحصیل کنم، یا این یا هر چیز دیگه که بتونم به کشورم خدمت کنم. اگه بخوای چیزی به دیگران یاد بدی، اون درس چیه؟ بهشون یاد میدم که درست و شرافتمندانه زندگی کنن و به هیچ سازمانی که بخشی از دولت نیست وارد نشن. بهشون یاد میدم که برای ساختن کشورشون همکاری کنن، نباید در گروه های تکفیری و عملیاتی شرکت کنن. باید در کنار خانوادهشون باشن و کاری بکنن که به نفع کشورشون باشه. محمد، توصیه تو برای جوانایی که ممکنه مثل تو به بیراهه رفته باشن چیه؟ بهشون چی میگی؟ چی میخوای بهشون بگی؟ بهشون میگم از داعش دور بمونن. حتی به کسی که با داعش مرتبطه هم نباید نزدیک شد. به کسایی که در کنار داعش میجنگن توصیه میکنم که تسلیم بشن و جون خود و خانوادهشون رو نجات بدن. این بهتر از جنگ و نابود کردن کشور و کشتن مردم بیگناهه. تنها راه تسلیم شدنه. من تجربه وحشتناکی داشتم و اینو برای هیچ کس نمیخوام. دعا میکنم که خداوند به من فرصت جبران گناهانم رو بده. امیدوارم در بیرون کردن داعش از این کشور بتونم به نیروهای امنیتی کمک کنم تا بتونیم از شر این سازمان وحشتناک که مردم ما رو سرکوب کرده و پولشون رو گرفته و آوارشون کرده خلاص بشیم و بعد بتونیم کشورمون رو دوباره به کمک هم بازسازی کنیم. برای پدر مادرت حرفی داری؟ میخوام ببینمشون و ازشون طلب بخشش کنم. ازشون میخوام دعا کنن که خدا منو از این دردی که دارم نجاتم بده. انشالله یه روز یک بار دیگه همدیگر رو ببینیم.
نگران نباش، اجازه داری هر چی میخوای بهشون بگی. میخوام به پدر و مادرم سلام بفرستم. الان 3 ماهه که ندیدمشون. دعا میکنم که خدا منو به اونا برسونه. محمد آرزو داشت که برای کمک به دیگران مأمور پلیس شود، اما سر از داعش درآورد، سازمانی که مردم را به سطوح آورده و قانون را نقض میکند. امروز او آرزوی دیگری در سر دارد، جنگ با داعش، سازمانی که کودکی، جوانی و تمام زندگی او را ویران کرد. او هنوز جوان است و شاید فرصت این را داشته باشد که آرزویش را عملی کند و به عنوان یک پلیس مجری قانون باشد. امصغر زنی در میانه 30 سالگی و مادر 7 فرزند است. او اهل الطبقه در شهر رقه در سوریه است. او سابقاً در خانه ای ساده زندگی می‌کرد و با همسرش مزرعه کوچکشان را اداره می‌کرد. شوهرش برای کار کشاورزی به لبنان رفت. پس از آنکه داعش در سال 2014 کنترل پایگاه هوایی الطبقه را در دست گرفت، سیطره خود را مستقیماً بر شهر و ساکنانش حاکم ساخت. یک روز مردانی ناشناس وارد خانه امصغر شدند و 2 تا از بچه‌هایش، صغیر 15 ساله و ابراهیم 13 ساله را با زور با خود بردند. پس از آن روز او احساس می‌کرد که از حفاظت از فرزندانش بازمانده و تصمیم گرفت در یکی از مراکز داعش مشغول به کار شود. امصغر توانست با فرزندانش به لبنان بگریزد. او به سختی راضی شد تا با ما گفتگو کند و به این شرط مصاحبه را پذیرفت که در غیاب فرزندانش انجام شود. امصغر، ممنون از اینکه پذیرفتی با ما صحبت کنی. دوست نداشتی این گفتگو در چادری که توش زندگی میکنی انجام بشه و ترجیح دادی که اینجا در محیط کارت ملاقات کنیم. نگران چی هستی امصغر؟ اول از همه نگران بچه ها و خونم هستم. حرف زدن از داعش آسون نیست. من توی خونم تو طبقه زندگی آروم و راحتی داشتم. شوهرم 2-3 ماه میرفت لبنان، کار میکرد و دستمزد خوبی هم بابتش میگرفت. بعدش هم برمیگشت خونه. بعد از اینکه رفت لبنان، داعش به شهر ما حمله کرد. طبقه و پایگاه هوایی رو گرفتن و همونجا موندگار شدن. قوانین زیادی به ما تحمیل کردن. زنان باید صورتشون رو میپوشوندن و مردها باید ریش میذاشتن. زنان بدون همراهی برادر یا شوهر یا خلاصه یک همراه مرد حق راه رفتن تو خیابون رو نداشتن. باید سر تا پا سیاه میپوشوندن و صورتشون رو کامل میپوشوندن. ما به این وضع عادت نداشتیم. اگر زنی مثلا یادش میرفت جوراب بپوشه و خونه رو ترک میکرد، اگر پاش رو میدیدن جلوی چشم همه شلاقش میزدن. یه میدونی داریم به اسم دوار. اونها تبدیلش کردن به میدون اعدام. جسد مردان بدون سر رو دیدم و چندین سر جدا شده. یکی شلاق خورده بود و دیگری سر دار بود. ترجیح میدادم توی خونه بمونم تا این چیزا رو نبینم. تا اینکه یه روز همسایم سراسیمه از پشت دیوار صدام کرد. گفتم چی شده؟ گفت دارن پسرا رو از خونه هاشون میکشن و میبرن. مواظب بچه‌هات باش. داعشی ها معمولا حدود ساعت 6 و 7 میمدن. صبح؟ آره صبح. 2-3 بار اومدن خونمون رو گشتن. پسرها رو پیدا نکردن. توی انباری قایمشون میکردم. بهشون گفتم بشینن و روشون رو با گونی و کاه پوشوندم. فکر نکردن که زیر این گونی ها رو هم نگاه کنن. هر بار که میومدن قلبم از تپش وای میستاد. همش دعا میکردم که هرچه زودتر برن. یک بار ساعت 5 صبح که خواب بودیم ریختن توی خونه. اون روز بچه هامو پیدا کردن. صغیر و ابراهیمو بردن. تو چی کار کردی؟ هیچی، نشستم و گریه کردم. بهشون گفتی که بچه هات هنوز خیلی کوچیکن؟ فقط یه سوال کردم. گفتم بچه های منو کجا میبرین؟ گفتن برای آموزش میبرنشون و یک روز وقتی که مردای بزرگی شدن برشون میگردونن. این یک روز اونقدر برام مبهم بود که معلوم نبود کی. از اون موقع یک لحظه هم چشمم رو نبستم.
و خواب به چشمم نیومده. فکرشو بکن، بچه ها تو بردن، شوهرت هم نیست. نمیدونستم چی کار کنم. ابراهیم پا برهنه رفته بود. برادرم اومد و گفت همه توی میدون جمع شدن تا بچه هاشون رو پس بگیرن. میخوای تو هم بری؟ برو ببین چه خبره. شاید دلشون به رحم بیاد و بذارن یکیشون رو برگردونی خونه. شاید بذارن ابراهیم رو برگردونی مثلا. یک روز رفتیم اونجا. وقتی که به نزدیکی مدرسه رسیدیم که داعشی ها اونجا بودن دیدیمشون. به یکیشون گفتم که میخوام بچه هام رو ببینم. گفت چند تا هن؟ گفتم دوتا، سقر و ابراهیم. یک شب رو اونجا بودن. سقر رو صدا زد. هر دومون شروع کردیم به گریه. احساس کردم که نمیدونم چطور بگم. میترسیدم بلایی سر خودش بیاره. بعد داعشیه گفت زنایی که نگران بچه هاشون هستن لازم نیست بترسن، چون بچه هاشون دارن می جنگن و جهاد میکنن. ولی بچه چه میفهمه که جنگ و سلاح چیه؟ گفت نه، تو نمیدونی سلاح بچه ها چیه، ولی ما سلاحشون رو میدونیم. گفت میخوای بیای با ما کار کنی؟ ما افرادی رو میخواییم که بهمون خدمت کنن. مقصودش زنها بود. بهش گفتم آره حتما کار میکنم. اول که وارد مدرسه شدم پسرم از دیدنم حیرت کرد. پرسید اینجا چی کار میکنی؟ گفتم اومدم کار کنم. گفت جای دیگه برای کار پیدا نکردی؟ گفتم هر جا که شماها باشید منم همونجا کار میکنم. مهم اینه که اونا رو ببینم و ببینم هر روز چی کار دارن میکنن. ازش پرسیدم فکر کرده که من ولشون میکنم؟ زیاد حرف نزدیم. همه زنایی که اونجا بودن وظایفشون رو فهمیدن. یکی جارو میکرد، یکی نظافت میکرد. همه جا کثیف و درهم ریخته بود. من هر روز از ساعت 7 صبح تا شب کار میکردم. غروب که میشد کارم رو متوقف میکردم و میرفتم خونه. یه بار وقتی که داشتیم نظافت میکردیم ناگهان وارد شدن. یه زن همراهشون بود. انقدر کتکش زده بودن که قش کرده بود. بردنش داخل یه اتاق. دو تا زن چاق هم دنبال اونها رفتن داخل. زن؟ آره، دو تا زن خارجی. از نظر جسمی درشت و چاق بودن و خیلی ترسناک. وارد اتاق شدن و به کتک زدن زن ادامه دادن. اونا رفتن بیرون و در رو بستن و زن تنها مون توی اتاق. روز بعد که اومدیم دیگه اونجا نبود. کجا بردنش؟ کشتنش؟ کسی نمیدونه. اونجا شکنجه کردن افراد زیاد صورت میگرفت؟ خیلی. بیشترشون مردای جوان بودن. شکنجهشون میکردن، بهشون برق وصل میکردن، حتی ناخوناشون رو میکشیدن. صدای ناله و فریادشون رو میشنیدین؟ بله، ما هم همونجا بودیم. من نزدیکشون بودم. میدونین که وقتی آدم از درد فریاد میکشه از عمق وجودش داره فریاد میکشه. خودت هیچ وقت شد که در شکنجه مشارکت کنی؟ یک بار مجبورم کردن. کیو شکنجه دادی؟ یه زن بود. بدون حجاب از خونه رفته بود بیرون. گفتن کارش شرم‌آور بوده. کتکش زدن، بعدش هم شلاقش زدن. تا سرحد مرگ زدنش. به ما گفتن شما زنها بیاید ببینید تا کار رو یاد بگیرین. یعنی برای ما حکم آموزش داشت. همین که با شماها وسط جهنم زندگی میکنیم کافی نیست؟ حالا از ما میخوای شکنجه‌گرم بشیم؟ نمیتونستی زیر بار نری؟ نه، مجبورم کردن. مجبورم کردن که این کارو بکنم و اگه میگفتم نه، خدا میدونه که چه بلایی سرم میومد. رفتم داخل و 5 ضربه بهش زدم. یه شلاق سیاه رنگ بهم داده بودن. لتوپار شده بود. دیدن این صحنه واقعا وحشتناک بود. لتوپار شده بود. از اینکه داشتی زن رو میزدی چه احساسی داشتی؟ احساس میکردم اون خودم هستم. خودم رو تو جای اون احساس میکردم. هر زن دیگه ایم در جهان اگه جای من بود همین احساس رو میکرد. مجبورم میکردن تا سلاحاشون رو تمیز کنم. جلوی هر زنی یه سلاح میذاشتن. با یه تیک پارچه تفنگا رو تمیز میکردیم. اولین بار تو زندگیم بود که به تفنگ دست میزدم. تفنگ رو تمیز کردم ولی خیلی ترسیده بودم. آیا مجبورتون میکردن تا از سلاح استفاده کنین یا اینکه فقط باید تمیزشون میکردین؟ به سخره به ما میگفتن که امروز تفنگ رو تمیز میکنی و فردا نوبت اینه که استفاده از سلاح رو یاد بگیری.
من همینطور ساکت می ایستادم. هیچی نمی گفتم. سکوت می کردم. در اون زمانی که اونجا گذروندی، هیچ وقت شد که با داعش احساس سمپاتی یا همدردی پیدا کنی؟ یعنی چون هر روز اونا رو می دیدی و باهاشون زندگی می کردی و بچه هات بخشی از اونا بودن؟ اون آدم ها کوچکترین شفقتی توی دلشون نیست و اصلا امکان این که بهشون عطوفت داشته باشی وجود نداره. به راحتی مثل این که دارن مرغ میکشن میتونن آدم بکشن. آدم کشتن براشون عادیه. اونا به هیچ کی رحم نمیکنن و نمیشه ازشون تقاضای ترحم داشته باشن. بچه ها چه کار میکردن؟ هر دستوری که بهش میدادن انجام میدادن. علی‌رغم میلشون. هر چیزی که میگفتن اطاعت میکردن. همه چیز به زور بود. ابراهیم سیاه‌ترین روزهاشو داشت، به طوری که همش فکر میکردم بالاخره خودکشی میکنه. چرا؟ چون هیچ کدوم از این چیزها رو ندیده بود. به همین سادگی. به این چیزها عادت نداشت. برادر کوچکترش صغیر شکایتش رو میکرد. به من میگفت که خیلی ناراحته. در خودش فرو رفته و منزوی شده بود و داعشی ها هم اینو میدیدن. بیشتر روزا سرش داد میزدن، تحقیرش میکردن. نمیدونستم باید چی کار کنم. چی کار میتونستم براش بکنم؟ ممسقر، میدونم که این خاطرات خیلی برات دردناکه و داری تلاش میکنی که اینا رو از ذهنت بیرون کنی. به همین دلیل میخواییم بهت وقت بدیم که نفسی تازه کنی و برگردی سر کارت. بقیه گفتگو رو بعدن ادامه میدیم. ممسقر چندی ماه تحت سلطه داعش زندگی کرد. گمان میکرد که این سرنوشتش است. او برای رهایی فرزندانش صبر کرد و در عین حال از خواسته ها و دستورات داعش اطاعت کرد و هر آنچه که میخواستند را انجام داد. نمیدانست چطور میتواند تحت تسلط داعش زندگی کند. او نگران جان فرزندان و دلتنگ همسرش بود. احساس میکرد که برای مواجهه با این همه دشواری به حمایت کسی نیاز دارد. و خیلی خسته و دلتنگ بود. توی خونه نشسته بودیم که برادرم اومد. گفت همسایمون تلفن داره. بیا یه تلاش بکن با شوهرت شاید بتونی تلفنی صحبت کنی. قبول کردم و فرداش رفتم خونه اون همسایه. شماره رو گرفت و با شوهرم حرف زدم. به محض اینکه صدای منو شنید گفت فکر کرده که ما مردیم. فکر میکرد ما مردیم. یک ماه و نیم خبری از ما نشنیده بود. سراغ ابراهیم مستقر رو گرفت. پیش گفتم رفتن خونه خالشون. خالشون؟ آره خالشون. نمیتونستم بگم که داعش یا هر چیز دیگه‌ای که با داعش مرتبطه. ترسیده بودی؟ ممکن بود من یا صاحب تلفن رو آزار بدن. همسایه‌ام قبلا به من این هشدار رو داده بود که مبادا پشت تلفن اسمی از داعش ببرم. باید یه چیز دیگه‌ای میگفتم. شوهرم اول متوجه نمیشد. پرسید خالشون کجاست؟ باز تکرار کردم خالشون، خالشون. بالاخره فهمید. پرسید که آیا میتونم ببینمشون؟ گفتم که منم با اونا زندگی میکنم. پرسید که چطوری؟ گفتم منم خونه خالشون هستم. اونجا کار میکنم. واکنش همسر چی بود؟ رفت توی سکوت. نمیدونم تعجب کرده بود یا شوکه شده بود. درباره خونه و حیوانامون پرسید. اینکه آیا اصلا چیزی از حیوانا و از خونه باقی مونده یا نه. پیش گفتم که همه حیوانا رو فروختم و هیچ چی باقی نمونده. دستمزدی که می گرفتم حدود 5000 لیره بود که کفاف هیچی رو نمی داد. گفت حدود 200000 لیره برام می فرسته. خیلی ناراحت شده بود. گفت پول می فرسته برامون. 200000 لیره. یعنی لیره سوری؟ بله، تا بتونم فرار کنم. شنیده بودم که مردم تونستن از طبقه فرار کنن. بهش گفتم مطمئن نیستم که بتونم فرار کنم چون این کار برنامه ریزی و صبر زیادی می خواست. فرار از داعش آسون نبود. خود کلمه فرار برابر بود با مجازات مرگ. حتی اگر جرأت میکردم و به زبون میآوردم که میخوام فرار کنم، دیگه هرگز بچه‌هامو نمیدیدم یا جلوی چشمم اعدامشون میکردم. داعش تصمیم گرفته بود که هر کسی که به فکر تلاش برای فرار یا از اینجور کارا بیفته رو جلوی مادرش اعدام کنه. پول دو روز بعد به دستم رسید.
بعد از رسیدن پول برادرم همه کارها رو ردیف کرد. یه اتومبیل با راننده مطمئن گرفت. به هم گفت که باید بچه ها رو متقاعد کنم. اگر اونا متقاعد نشن کار برای من دشوار میشه. بهش گفتم نگران نباشه و وقتش که برسه ساقر ترتیب همه کارها رو میده. روز بعد به ساقر گفتم که همه چیز آماده است. گفتم که پدرش پول فرستاده و فردا یا پس فردا قراره که فرار کنیم. اون گفت ایده فرار کردن خیلی وحشت زدش میکنه. بهش گفتم امیدمون اینه که اوضاع بهتر بشه. امیدوار بودیم که بتونیم فرار کنیم و صحیح و سالم خودمون رو نجات بدیم. اون روز مثل همیشه رفتار کردم. رفتم سر کار و تا آخر روزم کار کردم. یه کیسه پر از زباله اونجا بود. به ساقر گفتم بعد از اینکه من رفتم به بهونه اینکه میخوای زباله رو ببری بذاری بیرون سعی کن حواس برادرت رو پرت کنی و با خودت بیاریش. بهش بگو میخوای زباله رو ببری بیرون. اونم گفت باشه. یعنی از پسر صغیر خواسته که کیسه زباله رو برداره و وانمود کنه که میخواد بندازتش دور تا به این ترتیب از مرکز داعش بره بیرون. بله. پرسید اگه کسی ما رو ببینه چی؟ گفتم هیچ کس بعد از نیمه شب برای قدم زدن بیرون نمیره. بیشترشون نیمه شب یا خوابند یا رفتن جای دیگه ای و تا روز بعد معمولا بر نمی گردن. اونم قبول کرد. هر کاری که گفته بودم رو انجام داد و کیسه زباله رو برد که بذاره بیرون. بهش گفتم که من تو خونه منتظرشون میمونم. گفت باشه. تا حدود 11:30 شب منتظر بودم ولی پیداشون نشد. حدود ساعت 12:30 بود که با ابراهیم اومدن. پرسیدن که آیا آماده ایم؟ گفتم آره، فقط منتظر اومدن شما بودیم تا حرکت کنیم. پول راننده رو دادیم. پرسید کجا میخواییم بریم؟ گفتیم هما. باش را افتادیم به طرف هما. بارش کاه و گوسفند بود و ما وسط همه اینها نشسته بودیم. سفر شروع شد و از دل خطر عبور کردیم. بعد از ترک طبقه خیالمون دیگه راحت شده بود. یه جا در ایستگاه بازرسی توقف کردیم که از قبل با راننده توافق کرده بودن. اصلا ما رو نگشتن، صحبت کردن و راننده به مامور ایستگاه بازرسی رشوه داد. به راهمون ادامه دادیم و بعد از اون دیگه توقف نداشتیم. تمام شب تا طلوع خورشید توی راه بودیم تا رسیدیم به مناطق اطراف هما. نمیدونستیم کجاییم. من بچه های کوچک خودم رو داشتم و برادرم هم دوتا دختر کوچکش رو همراهش داشت. گفت سفر ما در اینجا تموم میشه. راننده گفت؟ آره. مرد جوونی هم بود که با ما بود و اونم داشت با خانوادش فرار میکرد. گفت اونجا یه آشنایی داره که کامیون داره و دامها و آدمها رو با کامیونش اینور اونور میبره. ازش خواستیم با اون هماهنگ کنه. پرسیدیم که آشناش کجاست. گفت شماره تلفنش رو داره و بهش زنگ میزنه. اون شب اون با کامیونش اومد. کامیون خیلی بزرگی بود و بارش پر بود از یه گله گوسفند. کفش هم خیلی کثیف بود. گفت میتونیم با کامیون بریم اما وقتی به ایستگاه بازرسی میرسیم باید وسط گله بشینیم و صدامون در نیاد. اگر صدامون در بیاد ماموران ایستگاه بازرسی کامیون رو میگردن. هر کسی که بچه داشت باید بچه رو میخوابوند یا حواسش رو یه جوری پرت میکرد تا بتونیم از ایستگاه های بازرسی رد بشیم. به راننده کامیون گفتیم نگران نباشه چون ما حواسمون به همه چیز هست. کامیون خیلی بزرگ بود و افراد دو به دو نشستن و هر جفتی در کنار یه گوسفند بودن. ما شبیه گوسفندا به حالت 4 دست و پا در اومدیم و تو کامیون نشستیم. خدا رو شکر بالاخره به دمشق رسیدیم. دیگه خیالمون راحت شده بود. بعد از 4 روز استراحت توی یه پارکی در دمشق اونجا رو ترک کردیم. به شوهرم خبر دادم که به مرز رسیدیم. از تماس قبلی به این طرف حرف نزده بودیم تا روزی که از مرز عبور کردیم. از اینکه به این سرعت تونستیم فرار کنیم خیلی تعجب کرده بود. بهش گفتم که پول حلال همه مشکلات بود. از اینکه به اینجا تو لبنان رسیدیم و از مرز سوریه رد شدیم احساس راحتی میکردم. شوهرم گفته بود که وقتی از مرز لبنان رد بشیم جامون امنه و دیگه دلیلی برای نگرانی و ترس وجود نداره. واقعا هم همینطور بود. فکر میکردم که مرده بودم و دوباره زنده شدم. اون
خانم صغیر و خانواده‌اش یک سال و نیم است که در چادر زندگی می‌کنند. او از سازمان‌های غیر دولتی کمک‌های اندکی دریافت می‌کند و حالا پس از تجربه دهشتناک داعش در تلاش است تا در دره بقا کاری پیدا کند تا بخشی از مخارج فرزندانش را تأمین کند. ام صغیر، نوجوانان بسیاری که همسن و سال پسرهای تو هستن امروز اعضای داعشن که یا داوطلبانه این کارو میکنن یا مجبور به انجام شدن. درست مثل حالتی که برای پسرهای تو پیش اومد. توصیه تو به این مردان جوان چیه؟ به همه جوانا توصیه میکنم که درسشون رو ادامه بدن، کار کنن و بدون پیوستن به داعش زندگی خودشون رو اداره کنن، چون کار با داعش به نفع هیچ کس نیست. به هر مادری توصیه میکنم که مراقب بچه‌هاش باشه. همین. توصیه دیگه ای ندارم. ام صغیر، خیلی ممنون از اینکه امروزت رو با ما گذروندی و شجاعت و جسارت به خرج دادی و مقابل دوربین با ما گفتگو کردی. خیلی ممنون. ازت متشکرم. سپاسگزارم. زنان ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین بخش جامعه انسانی رقه در سوریه هستند. آنان حق انتخاب سرنوشت خود را ندارند. بیشتر زنان آنجا گروگان‌هایی در دست داعشند که برای زنده ماندن اعضای خانواده خود از داعش اطاعت می‌کنند. ام صغیر توانست دو فرزند خود را نجات دهد. او امروز با خانواده مهربان خود زندگی می‌کند، در حالی که همزمان زنان دیگری هستند که برای زنده ماندن تقلا می‌کنند. از 4 ناحیه مختلف رد شدیم و اومدیم اینجا به محل ملاقاتمون. حالا در انتظار دیدار با مردی هستیم که تلفنی وعده داد ما رو به دیدار ابو فاروق مهمان برنامه ببره. این محل رو ابو فاروق انتخاب کرده و فکر میکنم جایی باشه در نزدیکی فلوجه، جایی که مهمان برنامه در اونجاست. الان منتظر کسی هستیم که ما رو پیش ابو فاروق میبره. این تدابیر امنیتی و اسم مستعاری که انتخاب کردیم و همینطور رمزهای عبوری که ما رو تا اینجا رسون نشون میده که او از لو رفتن نام و محل اختفاش و به خطر افتادن جونش نگرانه. همکارای من از وجود این همه تدابیر امنیتی و احتیاطی نگران شده بودن، ولی ما به راهمون ادامه دادیم. اون به زودی به ما ملحق میشه و دیدار و گفتگومون رو در جایی به انتخاب اونها ادامه خواهیم داد تا ببینیم چه خواهد شد. ابو فاروق با ترک القاعده به داعش پیوست. او در کنار اعضای این گروه ها در واحد اطلاعات و امنیت کار کرد و بعد به دلایل مختلف داعش را هم ترک کرد. از آنجا که مرتب از یک گروه به گروه دیگر می رفت، به مرگ تهدید شده بود. سلام علیکم. علیکم السلام. ما مدام از این آدم به اون آدم و از یه جا به یه جای دیگه رفتیم تا بالاخره شما رو پیدا کردیم. این احتیاط ها قابل درکه، ولی ما رو یه مقداری نگران کرد. هر کس که داعش را ترک میکنه خیلی شانس آورده، آدم خوششانسیه. انشالله که بخت شما هم بلنده. بلند انشالله. اول از همه میخوایم بدونیم کی و کجا متولد شدین، کجا به دنیا اومدین؟ من دیگه جوون نیستم. جایی که در اون متولد و بزرگ شدم در منطقه غرب بود. در شرایطی زندگی میکردیم که ما رو مجبور کرد دنبال کسانی را بیفتیم که سعی میکردن ما رو متقاعد کنند که دین در زندگی یعنی همه چیز و ما را درباره این که چی درسته و چی غلط شستشوی مغزی میدادند. یعنی مجبورتون میکردن که چنین طرز فکری داشته باشین. این قضیه مال بچگیه یا مال سالهای اخیر؟ ما عضو این سازمان ها نشدیم تا وقتی که شروع کردن به تهدید ما از طریق خانواده های ما. فکر نمی کنم کسی همینطوری و بیدلیل بره عضو چنین سازمانی بشه. اول تهدیدت می کنن، بعدم می بینی در واقع عضوشون هستی. وقتی هم که وارد بازی شدی و آلوده شدی کار تمومه و به این سادگی ها دیگه نمیتونی ترکشون کنی. هیچ وقت شده آرزو کنی الان وضع دیگه ای داشتی؟ البته که هر فردی آرزوهایی برای خودش داره، اما واقعیتی که درش هستیم اینه که ما در یه منطقه جنگی داریم زندگی میکنیم. همه چیز صرف جنگ میشه. خیلی راحت یه نفر میتونه بیاد بهت بگه همه آرزوهات برباده و دیگه خیلی دیر شده.
یعنی میگی شرایط افراد رو هدایت میکنه؟ بله دقیقاً. ابو فاروق کی دچار تهوع شد؟ ابو فاروق اسم مستعاره، اینطور نیست؟ بله. به دلایل امنیتی با اسم واقعی خودتو مخفی کنی؟ بله. کی زندگیت دچار تهوع شد و ابو فاروق چطور از یه آدم با آرزوهای ساده تبدیل شد به یه عضو گروه‌های افراطی و تندرو؟ همه گروه‌های مسلحی که داشتن می‌جنگیدن این کار رو به بهانه این می‌کردن که کشتن اشغالگران یک وظیفه شرعی است. بعد از اون ما شروع کردیم به جنگ با متحدان اشغالگران یا کسانی که جانشین اونا شده بودن، یعنی ارتش و نیروهای بله، پلیس. ارتش، پلیس و مشابه اینا. بعد از اون نیروهای شبه نظامی هم بودن، یعنی دائما فتوا می اومد. بله، وقتی آمریکایی‌ها وارد شدند فتوای جنگ با اشغالگر صادر شد. آمریکایی‌ها به کشور ما آمدند تا آزادش کنند و بعد گفتند که ما اشغالگریم و این مورد قبول هیچ کس نبود. یعنی شما ولشو نکردین دیگه؟ همینطوره. شما از همون ابتدا بله. گروه های سازماندهی شده بودین و رهبر داشتین، یا اینکه صرفا جوانایی بودین که به طور خودجوش تو منطقه خودتون در حال جنگ بودین؟ در ابتدا ما یه سری جوانهایی بودیم که مسئول مناطق مختلف بودیم، از مناطق خودمان دفاع میکردیم. بعد سازمانهایی پیدا شدن و شروع کردن به حمایت مالی از ما. بعد از آن شروع کردن به صدور فتوا و بعد از آن به ما دستور میدادند، به ما میگفتند فتوا صادر میکنند و بعد میگفتند اول از آن اطاعت کنید بعد دربارش بحث کنید. یعنی آزادی رو داشتین که درباره مباحث مناقشه کنین؟ میدونیم که این سازمان ها به آزادی بیان اعتقاد ندارن. تو وقتی گرفتاری مجبوری اطاعت کنی. وقتی ترکشون کردم، یا به عبارتی وقتی به خودم اومدم، خونم رو منفجر کردن. وقتی با اونا بودی گروه خودتو داشتی، درسته؟ چند نفر بودین تو گروهت؟ ما یه واحد اطلاعاتی بودیم. چطور متقاعدتون کردن که به این سازمان ها بپیوندین و از گروه مقاومت تو محله های سکونت خودتون تبدیل بشین به اعضای این سازمان ها؟ با پول فریبتون دادن؟ شنیدیم که از زن ها استفاده کردن و وعده بهش دادن. چطور متقاعد شدیم؟ مثلا به ما مأموریت میدادن که بریم از یه مکان خاصی اخبار و اطلاعات بیاریم. چی فریبت داده ابو فاروق؟ میخوام راستش رو. پول بود. پول خوبی بود؟ بله. از کار دیگه نمیشد همین پول در بیاری؟ نه. ولی زندگی تو خطر بود. مرگ برای ما اصل اساسیه. من دروغ نمیگم، بهت نمیگم که برای خاطر دین کار میکردم. این یه دروغیه که اخیراً کشف کردم و بریش خودم و نه بقیه. خندیدم. برای اونا قرآن یه فتواست. اونا میتونن درباره هر چیزی فتوا صادر کنن. ممکنه کسی روزه بگیره، نماز بخونه و از خدا بترسه، اما منی که در این گروه ها هستم از اون متنفر باشم. من با این گروه ها هستم ولی اون نیست. یعنی فتوا در از چند دقیقه علیش صادر شده. فتوا صادر میشه و به اجرا گذاشته میشه، درسته؟ و متقاعدت میکنن که این فتوا واقعیه. ممکنه فرمان قتل افراد صادر بشه، آواره بشن. دقیقاً. اما من در هیچ یک از این چیزها نبودم. واحد جمع‌آوری اطلاعات از تمام این چیزها با خبره. مثلا مطلع، چون خودش داره این اطلاعات رو جمع‌آوری میکنه، میدونه خودش داره چیکار میکنه. مثلا اگه بخوان خانواده رو آواره کنن. بله. این کار بر مبنای واحد اطلاعات صورت میگیره؟ نه، جابجا کردن کار ساده ایه. چیزای پیچیده تری هست. درباره همین چیزای پیچیده بگو. این چیزا توسط افرادی در حکومت داره کنترل میشه، یعنی حکومت داره این کارها رو میکنه. درسته، این افراد در عملیات دست داشتن. دو بخش وجود داره. بخش اول متشکل از افرادی است که دربارهشون صحبت کردیم. اونا از هر چیزی که در منطقهشون میگذره خودشون خبر دارن، میدونن. بخش دوم هم همینطوره. اونا همشون از همه چی خبر دارن، میدونن دارن چیکار میکنن. یعنی از این وضع نفع میبرن؟ بله بله، میبرن. اونها از ساده ترین چیزها نفع میبرن. جا به جایی همه چیز برنامه ریزی برنامه‌ریزی میکنن، نفع میبرن. ولی شما چرا اون اجرا میکنید؟ ما بخشی از بازی هستیم. شما اجرا میکردین؟ شما ابزاری برای متامع اونا بودین؟ بله بله، همه ما ابزار بودیم، از کبیر تا صغیر. شما به اینکه قوای خارجی این سازمان رو کنترل کنه اعتقاد دارید؟ هدف چیه؟ اینجور به نظر میرسه که عراق به کانون منافع همه کشورها تبدیل شده. بعد از اینکه از یه آدم عادی و ساده به آدم دیگه تبدیل شدی، واکنش خانوادت به این موضوع چی بود؟
کسی خبر نداشت. کاری که میکردی چطور؟ کسی نمیپرسید همه پول از کجا آوردی؟ همه جا نقش بازی میکنی. من میتونم در حالی که اینجا با شما نشستم وانمود کنم که آدم دیگه ای هستم. در ضمن یه روز داعش در کمین من نشست و دستگیرم کرد. داشتم برای کاری میرفتم به دیاله. در جاده قلبیه منو گرفتن. ازم پرسیدن چی ممکنه نجاتم بده. برای سرم جایزه تعیین کردن. چون افرادی که دنبال پول هستن سرم رو برای خانواده‌ام میفرستادن. اینم جای زخمشه. ببینید فکر کنم چی می‌دونیش. می‌خواستن گردن تو بزنن؟ بله، چاقو رو گذاشت روی گردنم، پرسید از اینکه ما رو ترک کردی چه نفعی بردی؟ هیچ چی بهش نگفتم. با اینکه چاقو خیلی تیز بود ولی حسش نمی‌کردم. وقتی روی گردنت بود؟ حس نمی‌کردم که داره می‌بره. داشتم جواب سوال‌هاشو می‌دادم. برفش گوش دادی؟ برگشتی؟ البته، معلومه. چاره دیگه‌ای نداشتم. اول یاد کسانی افتادم که بعد از من ترکشون می‌کردن. اگه من می‌مردم مشکلی نبود، اما هر کس دیگه‌ای که بعد از من ترکشون می‌کرد کشته می‌شد. یعنی خانواده‌ت هم همینطور؟ بله. بعد از فشارهای مالی و تهدیدهای مرگ، بله، از مراجعه به مامورای امنیتی هم میترسیدی و نمیتونستی بری پیش اونا؟ بله. و اونا حرفتو، بله، باور نمیکردن. با خودم فکر کردم همین حالاشم مردم، بنابراین تا وقتی که زندگیم به آخر برسه باهاشون کار میکنم. داعش داخل اردوگاه بوکاست. افراد میتونن بدون هیچ گونه آموزش اولیه بهشون بپیوندن. فرد وارد میشه و اونا میدونن که خونش کجاست، مادرش کیه و تمام اطلاعات درباره خانواده‌اش رو دارن. وقتی که داخل کمپ، بله، خیلی قدرت دارن. با خارج هم ارتباطاتی دارن؟ بله، مدارس مخصوصی هست که فتوا و کاربرد اسلحه رو آموزش میدن. اونجا در کمپ داعش بچه‌ها هم بودن؟ جذب بچه‌ها خیلی راحته. وقتی که حکم اعدام کسی رو صادر و بعدش اعلام میکنن، میگن که اون دشمن خداست. وقتی که یه بچه چنین چیزی رو میبینه، خب میسته تا تماشا کنه دیگه. بچه کنجکاوه، میخواد نگاه کنه. بچه‌ها تماشا اینجور چیزا رو دوست دارن. بله، بهش میگن این تفنگ، بیا و کلام خدا رو جاری کن و جات تو بهشته. درباره کشتن یه مسلمون، یه همسایه، دوست یا حتی یه عضو فامیل چی فکر میکنی؟ واقعا برای کشتن چنین افرادی چه انگیزه‌ای داره؟ ما وقتی میرفتیم توی خیابون و افراد رو اعدام میکردیم، اجازه داشتیم هر کسی رو که میبینیم بکشیم، برامون هم فرق نداشت. به خدا نزدیکترشون میکنه؟ سنی، شیعه، فرق نمیکنه. چیزی که مهمه اینه که اینجا سرزمین کفاره. هر فردی که ما هدف بگیریم کشتنش حلاله، چه سنی باشه چه شیعه، صائبی، ایزدی یا مسیحی. به ما میگن این سرزمین کفاره و همه باید در راه خدا دعا کنن. ولی چطور میشه با انجام چنین اعمالی برای خدا دعا کرد؟ من که سر در نیاوردم. برای اونا سوریه و عراق هم سرزمین کفاره؟ بله، و اجرای فتوا در مورد عراقی‌ها وظیفه شونه. ابو فاروق میخواست ما رو به مکان دیگه‌ای در اون نزدیکی ببره تا به ما درباره مرحله جدید از زندگیش بگه. ما با مردانی ملاقات خواهیم کرد که به گفته ابو فاروق این کشور رو آزاد خواهند کرد. الان در میان مردان مسلح سنی هستیم، اما هدف این گروه جنگ با حکومت نیست. در واقع این گروه عشایری آماده میشه تا موصل رو از داعش پس بگیره و ابو فاروق اطلاعاتی که داره و همچنین تجربات خودش رو برای آموزش اونها در اختیارش میذاره. چطور شد که دستخوش چنین تحول عمیقی شدی، از کار با داعش تا مبارزه با اون؟ بعدن وقتی فهمیدم که آموزشون بر اساس محاربه و کشتنه، تصمیم گرفتم ترکشون کنم. اطلاعات زیادی از اونا به دستمون میرسید و شنیدن برخی از این اطلاعات حیرت آور بود. اول فریب خوردم ولی بعد تونستم در برم و حالا میدونم که اونا کیان و چی هستن و مقصودشون چیه. فکر نمی کنی که ترک اونا زندگی خودت و خانوادت رو به خطر بندازه؟ کسایی که ترکشون میکنن از اونا در امان نیستن، اما من تونستم خانوادم رو تحت حفاظت حکومت در بیارم. و یه چیزی به شما بگم، همه کسانی که با داعش هستن با طرز تفکر داعش که موافق نیستن. نه، یعنی طرز تفکر داعش رو نپذیرفتن. درسته. به چیزی که میگه اعتقاد ندارن، آموزش میدن رو قبول ندارن. اونا افراد رو با پول فریب میدن و وقتی که آلوده شدی شروع میکنن به فشار آوردن و تحقیر کردن. بعد شروع میکنن به دستور دادن تا وقتی که به نقطه برسی که بهت بگن بیا جلیقه انفجاری بپوش.
و برو فلانجا رو منفجر کن. تو خودت شاهد عملیات خاصی بودی؟ چه نمتو رو به خاطر میاری؟ به ما میگن که باید در عملیات چیکار کنیم. مثلا درباره یه مکان یا یه شخص خاص اطلاعاتی به ما میدن. کار ما فقط انجام فرمانی بود که داشتیم، اما از نظر افرادی که سمت‌ها و شغل‌های نظامی داشتن، کارشون اجرای احکام مثل انفجار و قتل و ترور. درباره این چیزا من چیزی نمیدونم. کار من فقط گردآوری اطلاعات بود. خیلی خوب محمد، یه سوال. به تو میگفتن بدیل؟ بله. و تا جایی که من میدونم بدیل به معنی فردیه که جایگزین شخص معین میشه. این عنوان چه معنی داره؟ من جایگزین هر کسی میتونستم باشم، نه یه فرد خاصی. یعنی چطور میشه که تو بدیل هر کس دیگه باشی؟ اگه هر کسی نتونه ماموریتش رو انجام بده، کارشو من انجام میدم، البته با اطلاعاتی که دارم. قبلا گفتی که تو خیابونا و محلهایی برای کسب حمایت لوجستیکی، سلاح، ادوات و نقل و انتقال مجرمین این برون بر میرفتی. در خارج از بغداد و در مناطقی که تحت کنترل شما بود، گذرگاه‌های مخفی وجود داشت؟ بله، در مزرعه ها و زمین های دیگه هم همینطور بود. یعنی هدفت این بود که ما رو به این کمپ بیاری؟ چون بله، گفتی بله. که در گذشته عضو داعش بودی و امروز به افرادی آموزش میدی یا روی عملکردشون نظارت داری که علیه داعش بله. هستن. آیا این بخشی از روند تغییر و تحولته؟ میخوام بدونید که بیشتر افرادی که من بهشون آموزش میدم به من میگن که قبلا با داعش بودن، بنابراین بغلشون میکنم. اگر یه سوال خاص رو ازشون بپرسم و جوابم رو درست بدن، قبولشون میکنم، اما اگه جواب ندن بهشون میگم که به درد نیروهای ما نمیخورن. این افرادی که بهشون آموزش میدین اعضای این که تازه از داعش جدا شدن یا اینکه در اون زمان به شما پیوستن؟ بله، اونا به اشتباهات خودشون واقفن و اومدن اینجا و اعتراف کردن، با ما صحبت کردن و ما رو به مناطق خاصی هدایت کردن که اعضای داعش مخفی میشدن تا ما بریم سراغشون و از بین ببریمشون. اینه کاری که این افراد میکنن و در کار خودشون صادقن. چرا باید باهاشون مخالفت کنم؟ میذارین که بیان جلوتر. آیا این آموزش اولیه نظامیه؟ بله. آموزش های دیگه هم دارین؟ البته. گفتی که در بوکا برای استفاده از انواع کمینگاه و مواد منفجره و ترور جاسوسی به شما آموزش دادن. فقط آموزش نظری بود. آموزشی که اینجا در جریانه از سطح استاندارد بالاتر. البته اینجا رزمنده‌ها یاد میگیرن که چطور یه بمب انفجاری رو خنسا کنن. ما بهشون اینجور کارا رو یاد میدیم. سعی میکنیم تو کارشون ماهر بشن. به همون روشی که خودت آموزش دیده بودی. بله، همینطوره. الان اونا گیج شدن. چرا؟ به این دلیل که شما راه و روششون رو فهمیدین؟ وقتی که از این روش جدید استفاده میکنن ما اونو میدونیم، ازش با خبریم. یعنی شما از افرادی مثل خودت که قبلا با داعش بوده و بعد ترکش کرده استفاده میکنین؟ البته، اگه این افراد صادق باشن چرا که نه. از کجا به صداقتشون پی میبرین؟ اگه به ما اطلاعاتی بدن و ما بریم و از صحتش اطمینان حاصل کنیم، معنیش اینه که این افراد صادق بودن. ما درباره گروهی از دوستای شما حرف زدیم که در واقع مقامات ارشد به حساب بله. که الان اینجا با شما تو این کمپن. نمیدونم. نگرانشون نیستین؟ نه نه نه، برعکس، دوست من هم وطن منه. من میدونستم که کار خطایی کردم و هیچ یکی از دوستانم کاری نمیکنه که به وطنم بخواد آسیبی برسونه. هیچ کدوم از دوستان هستن که درست مثل خودت داعش رو ترک کرده باشن؟ البته. کسی هم هست که اونجا مونده باشه؟ بله، البته. اگه از وضع موجود سود ببرن و در عراق نباشن، خیلی طبیعیه که بعضیا مونده باشن. از دوستای قدیمی کسی تو موسل مونده؟ باهاشون هیچ ارتباطی ندارم. ولی هنوز اونجا؟ نمیدونم. گروهای مختلفی هستن که برای مشارکت با اونا به موسل میرن تا بهشون آموزش بدن. انشالله. حالا میخوام خواهش کنم که ما رو ببری بیرون از اینجایی که ما رو آوردی تا بتونیم سوار اتومبیل بشیم و بتونیم بریم جایی که بتونیم از اونجا برگردیم بغداد. توی اتومبیلم چند تا سوال دیگه ازت میپرسم. انشالله. در مسیر بازگشت از مناطق و جاده های عبور کردیم که پیش از این در سالهای گذشته میدان نبرد ابو فاروق و دیگران بوده است. اینا جاده هایی هستن که اون بهتر از هر کس دیگه ای اونا رو میشناسه. به نظر میرسه این راه ها هنوز خاطرات دردناکی رو براش به یاد میارن، حتی حالا. ابو فاروق، تمام امروز با شما وقت گذروندیم و حالا به آخر این گفتگو رسیدیم. میخوام قبل از اینکه ما رو به آخرین نقطه ای که از اون راهی بغداد بشیم برسونی، به ما بگی که امروز چه حسی داری. بعد از این همه تحولاتی که از سر گذروندی، از طرف منفی به طرف مثبت رفتی، حالا واقعا چه حسی؟ دقیقاً برام چیزی اهمیت نداره، اما هنوز از نظر روحی به دلیل اون چه که گذشت رنج میکشم. یعنی بهاش رو به مشکلات روحی و روانی میپردازی؟ به دلیل کارهایی که کردم عذاب وجدان میکشم،
من کار قابل ملاحظه‌ای نکردم، اما احساس میکنم در تخریب این سرزمین با اونا همکاری کردم و از همه اون کارام پشیمونم. واقعا پشیمونم. پشیمونی و سعی کردی که جبرانش کنی؟ طبعا همینطوره. برای آینده نقش و برنامه داری؟ چه کار میخوای بکنی؟ همه چی بعداً شفاف خواهد شد. من میخوام این جنایتکارها رو بیرون کنم و این کشور رو از نو بسازمش. خدا کریمه انشالله. پس برنامه‌ات با زمین گذاشتن اسلحه و کنارگیری از فعالیت‌های نظامی شروع میشه. میخوای زندگی عادی رو از سر بگیری، درسته؟ تا وقتی که وضع مملکت همینطور ناآرام باشه نیروهای نظامی رو ترک نمی‌کنن. باید داعشی‌ها رو پایین بکشیم. در غیر این صورت اونا این کارو می‌کنن. امیدوارم که ما برنده بشیم. وقتی که داعش عراق رو ترک کرد من فعالیت‌های نظامی رو اون موقع متوقف می‌کنم. قبل از اون که امیدوارم بهش برسی، هیچ توصیه‌ای برای کسایی که توی همون مسیری که تو رفتی گام برمی‌دارن داری؟ توصیه‌ام اینه که توبه کنن. باید از این قساوت و بی‌رحمی دست بردارن. باید در مسیر حق گام بردارن. راه حق هم معلومه. این جنایتکارها مخل وضع عراقن. این همه جنایات و فجایع در عراق مرتکب شدن و همه چیز رو ویران کردن. اینا هیچی نیستن و ما بی جهت باهاشون همراه شدیم. من برای پول این کارا کردم. توصیه‌ام به دیگران دور ماندن از اینهاست. یعنی کسایی که ترسیدن و فکر میکنه. اگر کسی ترسیده و فکر میکنه که حکومت میخواد تنبیهش کنه و مجازاتش کنه، باید صبور باشه و بدونه که حکومت البته که ازش سوال خواهد کرد و او هم باید جواب بده. این بهتر از زندانه، وگرنه مجازات 10 برابر بیشتر خواهد بود. آرزو چیه؟ لطفا خیلی کوتاه و خلاصه بگو. ای کاش میتونستم زمان رو به عقب برگردونم تا از گناهانم توبه کنم و در کارهایی که مرتکب شدم غرق نشم. این آرزوی منه. خدا نگهدار. در میان خوف و وحشت این است زندگی ابو احمد. میتونه هر کسی باشه، ابو فاروق یا ابو علی. این زندگی است که داستان نسلی از مردانی رو بازگو میکنه که اعتقادی داشتن اما در اعتقادشون به بیراه رفتن، بعد به چیز دیگه اعتقاد پیدا کردن و به راه راست برگشتن. با امید پایان زودرس برای این زندگی سراسر وحشت که زایده گناهان گذشته یا ترس از آینده است. به دلیل وقایع سوریه ما برای گرفتن مجوز فیلم برداری در دمشق مشکلات زیادی داشتیم. اما وقتی که به در عادت جنوب رفتیم، علی‌رغم تمهیدات و تدابیر شدید امنیتی در اونجا، از مشکلات کاسته شد. الان میخواییم با این مامورا حرف بزنیم. اگر بخواید میتونید تصویر برداری کنید. صبحتون بخیر. حالتون خوبه؟ بله خوبم. اینجا ایستگاه بازرسی حتمه. فیلم نگیرید. خواهش میکنم. ما از طرف جنرال وفیق هستیم. اون اتومبیل گشتم که اون رو میبینید منتظر ما. خبرنگارین؟ بله. ما خبرنگاریم. اون ماشین گشت رو جنرال دنبال ما فرستاده. شما کی هستین؟ بله. خیلی ممنون. تشکر میکنم. خبرنگارن. روزتون بخیر. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ انشالله که خوب هستیم. خوبم الحمدلله. بازگشتتون رو تبریک میگم. خیلی ممنون. سلام علیکم. اوضاعتون الان بهتر شده؟ ایشون آقای محمد علی هستن. الحمدلله بهتر. خوشحالم از دیدنتون. برای یافتن آنچه که کنجکاویم را برانگیخته بود، سفری پرخطر را از عراق به سوریه آمدم. برای یافتن این پرسش که چرا محمد المصری، مرد تحصیل کرده و سرپرست یک خانواده بزرگ، هنگامی که داعش به سوریه آمد، هر آنچه را که داشت به خطر انداخت تا به آن بپیوندد. محمد برای ما توضیح بده که 4 سال پیش در سوریه و به ویژه در درعا چه اتفاقی افتاد. اونچه که در درعا اتفاق افتاد، توطئه خارجی علیه سوریه بود و در تمام سوریه هم پخش شد. مردم دیگه الان اینو فهمیدن. مردم دیگه میدونن که نیروهای خارجی بودن که این بلا رو سر ما آوردن. مردم میدونن که چه کسی این کارو با ما کرده. یعنی کشورمون خراب شده و تک تک خونه ها به اذان نشستن.
درباره این موضوع بعداً صحبت میکنیم. الان میخوام بدونم که تو اون اول چطور به داعش پیوستی؟ اول که تظاهرات شروع شد ما مطالبات مشروعی داشتیم. تظاهرات کردیم که به مطالباتمون برسیم. پس کارمون مشروع بود. گفتی که قبل از پیوستن به داعش صاحب شغل و کار بودی، نه؟ بله، کارواش داشتم. به اضافه این که واسه شرکت‌های ساختمانسازی هم ریگ و سنگ‌ریزه تهیه می‌کردم. یعنی از نظر مالی وضع تثبیت شده بود. آره، وضعم توپ بود. پس چطور شد که به داعش پیوستی؟ خیلی از دوستان و قوم و خویش‌ها و خانواده‌ام می‌رفتن تظاهرات. می‌گفتن که تنها برای مطرح کردن خواسته‌هاشون تظاهرات می‌کنن. هیچ چیزی علیه دولت نمی‌گفتن. بعدن فحش دادن عادی شد. اون وقت یه طرف سومی هم پیدا شد که تظاهرکننده ها و طرفدارا و نیروهای دولتی رو میکشت. این طرف سوم از روز اول تظاهرات شروع کرده بود به عضوگیری. نظرت درباره داعش چی بود؟ چه دیدگاهی داشتی؟ اساسا ما دنبال روشون بودیم. ادعا میکرد که رژیم رو عوض میکنه، اما معلوم شد که نمیتونه. اساسا ما دنبال روشون بودیم و حمایتشون میکردیم. اونا میگفتن که میخوان پیروزی رو نصیب سوریه کنن و میخوان کشورمون رو آزاد کنن، سوریه‌ای که محبوب مسلمون ها بود. ما مردم ساده و زودباوری هستیم. منظورم فقط مردم درعا یا لازقیه نیست، همه مردم سوریه است. ولی مردم وقتی فهمیدن که این حرفا همش دروغ بوده، به مناطق امنیتی و نظامی حمله بردن. زد و خوردهای شدیدی در گرفت و مردم با نیروهای امنیتی و نظامی درگیر شدن. کشورهای خارجی هم هیزم بیار معرکه بودن. به کشورهای خارجی اشاره کردی. شما با اردن مرز مشترک دارین. بله، همه حمایت ها از طرف اردن می آمد. فکر می کنی دلش چی بود؟ حالا همه اینو می دونن. حتی امروز هر آدم مسلحی می دونه که این کار جرمه و اقدام علیه مملکته. هممون می دونیم که گروه خوردیم و دنبالشون را افتادیم. بعضی ها به خاطر پول به داعش پیوستن و بعضی هم به خاطر چیزهای دیگه. دلیل این وضع بلا تکلیف هم همینه. بالاخره هر چیزی نقایصی داره. همه طرف ها اشتباه کردن و کارو به اینجا رسوندن. تو اردن چیکار میکردی محمد؟ مرکز فرماندهی داشتین؟ بله، و مردم رو با دادن وعده پیروزی گول میزد. نمیتونم اسم کسی رو بیارم چون ممکنه مشکل بیشتری براشون پیش بیاد. همه فکر میکردن که این رهبر قرار مردم سوریه رو آزاد کنه، اما همه اینها دروغ از آب در اومد. توی این محل فرماندهی چه کسایی بودن؟ رهبرتون کی بود؟ کی ازتون حمایت مالی میکرد؟ کی میدیدتون؟ به شک اشخاص زیادی به این مرکز رفت و آمد داشتن دیگه. همه دستورها از خارج دیکته میشد. به همون میگفتن دارن میان تا ما رو به پیروزی برسونن. میگفتن به همون غذا و اسلحه میدن، پول میدن. بنابراین حمایت ها از اون طرف میومد. این بود که باعث شد یه نفر برادرش رو بکشه. این بود که باعث شد یه بچه ای از باباش نافرمانی کنه. چه مدت عضو داعش بودی محمد؟ حدود 4 سال. من حدود 4 سال با داعش بودم. اونجا توی داعش وظیفه چی بود؟ باشون میرفتم گشت، زخمی ها رو جابجا می کردم یا منو می فرستادن دنبال تهیه لوازم. حتما شاهد فعالیت ها و کارهایی که می کردن بودی دیگه، نه؟ بله، دیدم که می کشن و آدم ربایی می کنن. همه یه کاراشون رو می دیدم. بین خودشون هم جنگ و دعوا بود. مثلا النصره با ارتش آزاد می جنگید و این گروه با اون گروه می جنگید.
چیزای دیگه هم دیدی؟ شاهد چیزای دیگری هم بودی؟ بله. مثلا بله. بله دیدم که آدم میکشن و آدم ربایی میکنن. دو تا از جنگجوها رو دیدم که داشتن همدیگر رو میکشتن. بعد از این چیزا خیلی عادی بود. برای چی؟ دلیلی غیر از قساوت و اطاعت از دستورات خارجی نداشت. اگر هدف مشترک باشه چه دلیلی که همدیگر رو بکشید؟ چرا باید همدیگر رو بکشید؟ درباره اختلافات داخلی داعش چه توضیحاتی داری؟ چی میتونی بگی؟ هر گروه و دسته و جمعی برای خودش یه مأموریت و هدفی داشت. همین چیزا بود که باعث شروع اختلافاتی میشد. به نظر تو چه کسی پشت سر داعش قرار داره؟ چه کسی ازش حمایت میکنه؟ کشورها و جناهای پشت سر داعش هستن و ازش حمایت میکنن. برای چی؟ هدفشون تخریب منطقه است. چه کسایی کشته و چه کسایی ربوده میشدن؟ اولا سربازها رو میدوزیدن و حتی کارمندای دولت رو میدوزیدن، حتی به تأسیسات دولتی حمله میکردن و تلاش میکردن اونها رو تخریب کنن. برای اونایی که دزدیده میشن چه اتفاقی میفتاد؟ معمولا میکشتنشون، برو برگرد نداشت، میکشتنشون. معمولا در ملأ عام میکشتنشون یا در خفا و به شکل سری اعدامشون میکردن؟ اونا رو در ملأ عام میکشتن و این کار رو به بیرحمانه ترین شکل انجام میدادن. تو در مورد این رفتار چی فکر میکنی؟ این کارا در هیچ دینی قابل قبول نیست. ما مسلمونیم و اسلام دین عفو و محبته، همونطوری که پیغمبر به همون یاد داد. فهم کنی 4 سال برای اینکه متوجه بشی تفکرشون اشتباه بوده کافی نبوده؟ اگه نگم که در همون 6 ماه اول به این مسئله پی بردم دروغ گفتم. پس چرا همون موقع نیامدی بیرون؟ اگه میرفتم منو میکشتن، میگفتن کافر و مرتدم. همه ما داعش و جنایتاشو دیدیم. جوونا چطور چنین ایدئولوژی رو باور میکردن؟ اون چی که داعش میخواست اونها باور کنن بهشون گفته میشد. یه بار مردی رو دیدم که 180 تا جوون رو با خودش آورده بود به جنگل. اون با ارتش سوریه بود. آمد و یک سخنرانی کرد و گفت که بهش در انتظاره. گفت 70 حوری باکره در انتظار هر شهیده و هر کدوم از این حوری ها 100 تا ندیمه داره. فکر میکنید این حرفا به علاوه همه دعاهایی که میشنیدم چه تأثیری روی ذهن یه نوجوان 15 ساله میذاره؟ هیجان زده شده بودم و گفتم منم میخوام مشارکت کنم. حرفای شیخو باور کرده بودی؟ بله، و با فرمانده سربازها صحبت کردم. بهش گفتم که میخوام مشارکت کنم. با دستش بهم اشاره کرد که بشینم. گفت شیخ داره دروغ میگه. حقیقت هم همین بود و اون جوونا بیگناه مردن. فریبشون داده بودن تا بیان و بجنگن. همه اینها برای فریب مردم سوریه بود. اینا مجرمن و کشور ما رو ویران کردن. اونا باعث شدن که فجایع وحشتناکی سر ما بیاد. بنابراین مجرم هستن و به این دلیل باید مجازات بشن و به سزای اعمالشون برسن. به نظر تاینده مردم و خانواده ها و بچه ها چی میشه؟ فکر میکنی که مردم از دست داعش در امان باشن؟ داعش ما رو به این روز انداخت. اینان که بچه های ما رو کشتن. ما بیش از 20 تا از مردهامون رو فقط تو همین شهر از دست دادیم. همگی به دست داعش. ما هرگز اینا یادمون نمیره. ما هیچ وقت داعش و حامیانش رو نمیبخشیم. دقیقاً چی باعث شد که ترکشون کنی و برگردی به زندگی عادی؟ از دیدن این همه کشتار به دست داعش به ستوه آمدم. اونها جنایاتشون رو با اسلام توجیه میکنن. کاری کردن که از سلاح و کشتن بیزار بشم. تا تونستن کشتن و تجاوز کردن. مردم رو آواره کردن و همه کشور رو خراب کردن. از دیدن این همه کشتار واقعا به ستوه آمدم. میشه خورده بشینیم؟ بفرمایید. محمد، بعد از گذراندن 4 سال با نیروهای داعش به نظر داعش
توی این فضای سنتی گذشتگرا چه کار کرده؟ داعش حتی سربازای ارتش آزاد رو هم کشت، با همه در افتاد، حتی با النصره. هر بیرحمی که دستشون رسید کردن. آیا داعش فرق قائل می شد بین مثلا علوی ها و سنی ها و شیعیان؟ ما تو کشورمون به ندرت تبعیض داشتیم. برخلاف داعش هیچ وقت بین مردم تبعیضی وجود نداشت. اما داعش می گفت هر کی که به ارتش آزاد ملحق بشه مرتده. این برای ما تازگی داشت. آیا اپوزیسیون سوریه به دلیل مداخله های داعش مشروعیت و اعتبار خودش رو از دست داد؟ امروز اپوزیسیون سوریه داره با داعش می جنگه. داعش آبروی همه سربازا رو برد، درسته؟ بله همینطوره. حالا فکر میکنی افراد بیشتری در حال پیوستن به داعش هستن؟ تعدادشون بیشتر شده؟ نه کمتر شده. چرا؟ چون الان منفوره، داعش منفوره. بعد از ترک داعش و برگشتن به زندگی عادی و تبدیل شدن به شاعر چه حسی داری؟ چطور میتونی جمال و زیبایی رو با اسلحه در دست گرفتن ترکیب کنی؟ همونطوری که گفتم من آدم صلح طلبی بودم، اما وقتی آدم در شرایطی که آرومه و محبوبه و همه چیز خوبه با وقتی که مجرمه و اسلحه به دست میگیره خیلی فرق میکنه. رابطت با دوستات چطوره؟ اونا چه برداشتی ازت دارن؟ به نظرشون قهرمانی یا یه آدم بزدلی؟ بعضی هاشون معتقدن که من یه آزادم، بقیه فکر میکنن من یه بزدلم. چرا؟ برای چی؟ چون داعش رو ترک کردم. خوشحالم که اونا هم درست همین کار رو کردن و مثل من داعش رو ترک کردن. انشالله به ارتش سوریه میپیوندیم تا با داعش بجنگیم. یعنی دوباره میخوای بری جنگ؟ بله، و این بار فقط برای جنگ با داعش. این تغییر دائم اذیتت نمیکنه؟ توی هنرمند بودی، نه بعد رفتی جنگ و سلاح دستت گرفتی، بعد دوباره برگشتی به هنر، دوباره میخوای بری جنگ؟ حس نمیکنی که این همه تغییر تاثیر منفی روت میذاره؟ درسته که من یه هنرمندم، اما باید خودم رو با شرایط تطبیق بدم. ناچارم تغییر شخصیت بدم چون باید به هموطنام بپیوندم و به خونخواهی شهدا و مادرانشون برم و از مردم سوریه تا میتونم دفاع بکنم. همین الان که داشتیم چای میخوردیم دوستات به ما گفتن که در نتیجه فعالیت‌های داعش بله بیشتر از 1000 زن بیوه شدن. اگه 1000 زن شوهراشون از دست دادن فکر کنید داعش چند بچه یتیم کرده؟ باید 4000 بچه یتیم شده باشن. این ترتیب هزاران بچه در سرتاسر سوریه یتیم شدن. بله. گفتی که چند تا فرزند داری؟ بله. میشه بریم ببینیمشون؟ حتما. محمد المصری که ممکن بود فرزندانش امروز در نتیجه فعالیت‌های داعش یتیم شده باشن، به ما اجازه داد که فرزندانش هم در کنارمون بنشینن تا از تجربیات پدرشون مطلع شده و بدونن که پدرشون به سوی آینده‌ای روشن و صلح‌آمیز برای آنان تلاش میکنه. محمد، بعد از تجربیاتی که پشت سر گذاشتی به فرزندات چی میگی؟ چی میخوای بهشون بگی؟ چون از بچه‌هام دور بودم بهشون بی‌توجهی کردم، اما مادرشون قوی بود. آیا رابطت با خانوادت به خطر افتاد؟ اونا نگران وضعیت نبودن؟ نمیخواستن بدونن کجایی؟ اونا میخواستن یه جورایی شبیه پدرشون باشن. از یه طرف به هم میگفتن برگرد، از طرف دیگه میخواستن پا جای پای من بذارن. دلشون میخواست ادای من رو در بیارن. برای همینم شروع کردن تفنگ دست گرفتن. منظورت اینه که رفتاری شبیه مردان مسلح در پیش گرفتن؟ آره دیگه، اداشو در می آوردن، داشتن نقش بازی می کردن. این باعث خوشحالت می شد یا ناراحتت می کرد؟ خیلی ناراحتم می کرد. چرا باید یه بچه تفنگ برداره و کشتن یاد بگیره؟ همه اونایی که سلاح به دست گرفتن حالا از این کار پشیمونن. همین کارا باعث شده که این بچه ها چیزی غیر از خون و جنایت ندیده باشن، و این چیزیه که منو خیلی ناراحت میکنه. محمد، بعد از اینکه شهروند عادی و مسالمت جو شدی، چه نوع فرهنگی رو میخوای به فرزندات یاد بدی؟ تشویقشون میکنی که چی کار کنن؟ و تشویقشون میکنم تا درباره عشق و صلح چیز یاد بگیرن. میخوام با مردم قاطی بشن و مهمون نوازی رو یاد بگیرن. میخوام با اطرافیانشون مؤدب باشن. میخوام که بهترین بچه های دنیا باشن.
براشون اسباب بازی میخری که صلح و دوست داشتن رو یادشون بده؟ البته. بعضی که مدتی با تفنگ بازی کردن و آره دیگه، اونا دیدن که چطور اشعار من درباره تفنگ و جنگ بود و حالا درباره وطن و عشق به وطنه. حالا داریم میگیم که ما به دست خودمون کشورمون رو ویران کردیم و باید دوباره اونو بسازیم. حالا پشیمون؟ البته، اعتراف به این خودش نوعی فضیلت. رابطت با همسرت چطوره؟ وقتی جنگجو بودم متفاوت بود، دائم ازم میخواست برگردم و همش نگرانم بود، همیشه گریه میکرد. من شوهرش و پدر بچه هاشم. ما وقتی با هم ازدواج کردیم من 14 سالم بود و اونم 13 سالش بود. خودش یه عمره. پس خیلی وقت با هم. بله، یه عمر با عشق و دلبستگی با هم بودیم. ما خیلی به هم وابسته بودیم. بهتر نبود که به حرف همسرت گوش بدی و داعش رو ترک کنی؟ بیشترش به خاطر اون بود که ول کردم، به خاطر همسرم و بچه هم بود. چطور سعی میکرد که نظرتو عوض کنه؟ کوتاه بود. ازم میخواست برگردم و میگفت این کارا هیچ ربطی به ما نداره. میگفت کشورمون خراب شده و من باید برگردم سر کار و زندگیم. چیزی هست که بخوای به پدرت بگی؟ وقتی که داشت جنگ کرد ناراحت بودی؟ بله، نگران بودم که بره و دیگه بر نگرده. مثلا چطور توضیح بدم؟ همش در حال ترس و نگرانی بودیم. بعد از اینکه برگشت خیالمون راحت شد، چون پدرمون پیشمون بود، به همون چیزایی یاد میداد. چی بهتون یاد میداد؟ همیشه به ما میگه که اشتباه کرده و ما نباید اشتباه رو تکرار کنیم. وقت برگشت خوشحال شدی؟ بله خیلی خوشحال شدم. خدا به توفیق بده محمد. میخوای یکی از قصیده هات درباره وطن رو برام بخونی؟ شاید درباره عشق و وطن. راستش یه قطعه شعری سرودم که میتونم براتون بخونم. بفرمایید. وطن صدایم میزند، پسرم خوش آمدی، بالهایم از درد شکسته است، به آغوش گرم من بازگرد تا باز مسرور شوم. برگرد فرزندم و من سپاسگزار خواهم بود. منم وطنت و به تو خواهم بخشید همه عشقم را و درکت خواهم کرد. متشکرم محمد. خواهش میکنم. از دیدنت خوشحال شدم. منم خوشحال شدم. محمد المصری، شاعری که در صف داعش جنگید، از تصمیم اشتباه خود پشیمان شده و به سرزمین خود بازگشته است. او در اوقات فراغت خود یک بار دیگر شعر می‌سراید. اشعار جدیدی که شاهد عینی تاریخی است که او سعی دارد به فراموشی بسپارد. در انتظار بازگشتت صبور شدم، برایت تنها عشق میفرستم و میدانم که از مهر سرشاری. بپرهیز از هر آن که تو را به شر فرا میخواند. برخیز و با مجرم روبرو شو، او که قلبت را به شر غالب زده در به تباهی کشاندنت مصر است. من در کنارت هستم، سیاه دلی هرگز خانه‌ای نخواهد ساخت. برگرد پسرم، هر روز تو را فرا می‌خوانم، به دنبال تلخی نرو. خدای مهربان این منم، فرزندانم را به راه راست هدایت کن. در مسیر ملاقات با مهمان برنامه باید از معبر بزیبز عبور میکردیم. این پل کوچک تنها گذرگاه خانواده هایی است که از مناطق تحت درگیری در غرب عراق به دنبال امنیت و فاصله گرفتن از بیرحمی های داعش و عملیات نظامی به اطراف بغداد برای یافتن مأمن امن فرار میکنند. اینجا منتظر ابوعبیده هستیم تا داستان خود و جزئیات از زندگیش با داعش را برای ما بگوید. تو یه مرد جوونی. آره. و 4 سال پیش عضو داعش شدی، یعنی اون زمان 18 ساله بودی. بله. رویاهای کودکی چی بود؟ همه جوونا آرزوهایی دارن که میخوان بهشون برسن. آرزوهای تو چی بود؟ میخواستم به همه آرزوهام برسم، مثل تحصیل کردن، اما نتونستم. به هیچ کدوم از آرزوهام نرسیدم. بنابراین وقتی که سر و کله دولت اسلامی پیدا شد من عضو شدم. قبل از اینکه بریم سراغ
نحوه پیوستن به داعش. فکر میکنی که در سن و سال تو این تصمیم خوبی بود که از آرزوها و رویاهای ساده و درستی که داشتی دست بکشی و عضو سازمانی بشی که سلاح دست داد و ترغیبت کرد به کشتن و منفجر کردن مردم؟ چی باعث شد به این راه بری؟ همونطور که قبلا بهت گفتم به هیچ کدوم از آرزوها و خواسته هام نرسیدم. به این دلیل عضو داعش شدم. بعد از اینکه من و خیلی های دیگه عضو شدیم، توسط مردهای جوونی تعلیم داده شدیم. قبل از اینکه به آموزش بپردازیم، بهمون بگو که آیا با پول مادیات گولتون زدن یا وعده زن یا پست و مقام بهتون وعده و وعید دادن؟ گفتی که آدمای مذهبی بودن، وعده بهشت بهتون دادن؟ باورت شد که در صورت آدمکشی به بهشت خواهی رفت؟ اونا به اسم دین ما رو متقاعد کردن. یه جهادی بهمون میگفت در راه خدا جهاد میکنیم. بعد از اینکه بهشون پیوستیم شیخهای زیادی رو دیدیم و جهادی شدیم. جهاد علیه کی؟ جهاد علیه قوای امنیتی. بهتون گفتن که جهاد یعنی این؟ بله، ما رو از الکرمه فرستادن به فلوجه و بعد مدتی در فلوجه مستقر شدیم. همه فعالیت هاتون در فلوجه اجرا می شد؟ بله. فرماندهتون کی بود؟ یه شیخ مهمی بود، یه عالم دینی. اسمشو می دونی؟ نه، اسمشو بهمون نگفتن. عراقی بود؟ بله، یه دستیارم داشت که فکر کنم اونم عرب بود. پس تو این سازماندهی تعداد عرب زیاد بود؟ بله، خیلی خیلی زیاد. یعنی جزء بخش رهبری و فرماندهی بودن یا فقط اعضا و عراقی‌ها فرمانده بودن؟ نه، اونا افسر و شیخ دینی بودن، رهبر بودن و دستیار داشتن. اونا رو میفرستدن تو دل مرگ و خودشون اون پشت میموندن. آره، فرمانده با همون نمیومد. یعنی خودشون نمیومدن و شما ها رو قربانی میکردن. و اگر بعد از شکست توی عملیات مشخصی برمیگشتیم ما رو میکشتن. اگه شکست میخوردیم؟ آره، اگه شکست میخوردیم. یعنی باید به هر قیمت شده. آره، باید به هدفی که تعیین شده بود میرسیدیم. چه آموزشایی بهشون دادن؟ در رشته‌های مختلف بود؟ مثلا بهتون یاد دادن که بکشین، ترور کنین و تله‌گذاری کنین، بمب گذاری کنین؟ به من کار گذاشتن بمب رو یاد دادن. برای این کار از ماشین استفاده میکردن؟ بله. این ماشین از کجا می آوردن؟ اتومبیل‌های شاسی بلند پلیس بودن که تو عملیات مشخصی غنیمت گرفته بودیم، از اونا استفاده میکردیم. اونا مواد منفجره رو کار میذاشتن و من روشو با سپر میپوشوندم. چه کسی اتومبیل رو میروند؟ بمبگذار انتحاری؟ آره، بین 10 نفر قرعه کشی میکردن و یکیشون ماشین رو میروندش. بهش میگفتن که باید به کدوم محله بره و اونم اون میرفت اونجا. بمبگذار انتحاری عراقی بود؟ بله. عرب هم بینشون بود؟ بود، اما اکثرا عراقی بودن و از همون شهر بودن. هر کسی که انتخاب میشد برای مرگ انتخاب شده بود؟ بله. اون فردی که قرار بود بمیره خوشحال میشد یا ناراحت بود؟ خوشحال میشدیم. فرد منتخب خوشحال میشد؟ آره، اونم خوشحال میشد. چون قرار بود که بمیره؟ چون بهش میگفتن که رسول خدا رو تو ضیافت شام ملاقات میکنه، برای همین به هیجان میومد. یعنی نمیترسید؟ نه، کوتاه نمیومد. ویدیوهایی رو دیدیم که نشون میده بمبگذار رو میفرستن به جشن عروسی. بله، درسته. اگه قرار بود بمیره براش عروسی میگرفتن. اگه افراد زیادی رو میکشت در فلوجه هم براش عروسی میگرفتن. بعد از اینکه دیدیم اون ماشینا قراره قوای امنیتی رو هدف قرار بدن و به مردم بیگناه حمله کنن، بازم تو عملیات شرکت میکردی؟ تو ماموریتی در الناز شرکت داشتم. ما به شکل گروهی در خطوط مقدم ایستاده بودیم، اما من در عقب بودم، در پست دفاعی. هیچ وقت به یه روستا حمله کردی؟ آره، پر از ماموران امنیتی و نیروهای پلیس بود. مردم گناهان بودن؟ بله. تعداد کشته ها زیاد بود؟ بود، ولی نه خیلی زیاد. درباره این عملیات توی یه روستایی به خصوص صحبت کردیم، روستایی به اسم زوبه. بله. نقش تو اون عملیات چی بود؟ من در پشت جبهه بودم، رهبر یک گروه پشتیبانی بودم. این عملیات برای چی بود؟ هدفش چی بود؟ یه اشیره خاص و هدف قرار داده بودین یا علیه قوای امنیتی بود؟ قوای امنیتی هم در همون منطقه بودن، پس فقط به اونا حمله میکردیم. دوتاشون رو اون بار اسیر گرفتیم و با خودمون بردیمشون فلوجه. در فلوجه چی به سرشون اومد؟ اعدامشون کردن. تو شاهد اعدام اونا بودی؟ نه، ولی ما پسر عموم رو اعدام کردیم. چون مجروح شده بود همونجا اعدامش کردیم و محل رو ترک کردیم. یعنی پسرموت هم با تو بود؟ بله. یعنی در همون گروه مهاجم بود؟ بله. زخمی شده بود؟ بله. چرا کشتینش؟
چون زیر حمله بودیم و نمیتونستیم حملش کنیم. داشتن بهمون تیراندازی میکردن. بنابراین با یه تیر خلاص راحتش کردیم. کی کشتش؟ فرمانده. تو هم شاهد ماجرا بودی؟ بله. جلوی چشم تو کشتنش و تو شاهد کشتن پسرموت بودی. اعتراض نکردی؟ نمیدونستم چیزی بگم. غمگین شدی یا پشیمون شدی؟ نه. هیچ وقت به این فکر کردی که وقتی پسرموتو کشتن میتونن تو هم بکشن؟ تضمین ادامه زندگی مسالم از زندگی تو با اونها چی بود؟ تضمینی وجود نداشت، اما این اعتقاد دینی ما بود. اون یه جهادی بود، یه جهادگر. با وجودی که فامیلم بود میدونستم که مرگ به خدا نزدیکترش میکنه. یعنی بعد از اینکه کشته شد خوشحال بودی؟ بله، چون شهید شد. شیخی که اونجا بود اعلام کرد که اون شهید شده؟ بله، اون گفت. نظر خودت چیه؟ به نظرت قربانی بود یا شهید؟ قربانی بود، نه یه شهید. اون یکی از بیشمار قربانیایی بود که جون خودشون از دست داد. آره، قربانی. داعش فریبشون داده بود که به بهش میام این جهاده. اما امروز بهش میگن قربانی. آره، قربانی، نه جهادی. آیا مشاهده ادامه پسرعموت بود که باعث شد نظرت به داعش برگرده و شروع کنی به جنگ علیه اونها؟ فقط اعدام پسرعموم نبود. خیلیا بودن که به اسارت گرفته میشدن. اونا رو از همه جا می آوردن، از الکرمه، رمادی، سقلاویه، برای اعدام می آوردنشون. اگر یکی از جنگجوها زخمی می شد اعدامش می کردن. اطلاعاتی که لازم داشتن رو می گرفتن و بعد می کشتنش. یعنی تمام اون سرا اعدام می شد؟ بله. شروع کردی به شک کردن درباره اینکه این اسلام واقعیه؟ نه. اونایی که کشته شدن مسلمان های بیگناه بودن، حالا شاید توی ارتش یا پلیس مشغول به کار بودن، برای دولت کار میکردن ولی کشته شدن. بله، همینطور. اون صاحب خونه و خانواده بودن و مثل مسلمان دیگه این نماز میخوندن. تو فلوجه که این چیزها رو نمیدونستیم، اصلا خبر نداشتیم که آیا این مرد پلیسه یا چیز دیگه. فقط میدونستیم که مرتده. مرتد علیه شما؟ بله. برایش این فکر به شما القا کرد؟ بله، از طریق احادیث دینی. نمیتونستی مخالفت کنی؟ نه. نمیتونستی خودت مطالعه کنی و ببینی که حدیث دستکاری شده؟ شیخ کتاب خودش رو به ما میداد تا در کنار قرآن بخونیمش. ما اجازه داشتیم که نماز و روزمون به شکل عادی سر جاش باشه. اعتراض چطور؟ نه، بحث ممنوع بود. میتونستین کتابی غیر از اونایی که بهتون میدادن بخونین؟ نه. اگه کتاب دیگه میخونین یا با شخص دیگه حرف میزدین چه اتفاقی؟ اجازه نداشتیم کتاب یا چیز دیگه برای خوندن بخوایم. اگه میخواستیم به این معنی بود که شاید شک کنیم چیزایی که به ما گفته شده دروغ بوده و ممکن بود شلاق بخوریم، زندانی بشیم یا کشته بشیم. وقتی با داعش بودی خانواده‌ات کجا بود؟ فلوجه، ولی از اونجا خارجشون کردن. قبل از اینکه داعش رو ترک کنی از اونجا بردشون بیرون؟ بله. نگران جونشون بودی؟ بله. چه اتفاقی ممکن بود براشون بیفته؟ نمیدونم، ولی بردمشون به آمریه تل سمود. از کدوم مسیر رفتی تا بدونی که از نظر امنیتی مشکلی برات پیش نمیاد؟ پیاده روی سختی بود. تعدادتون زیاد بود؟ آره، 10 نفری میشدیم. تسلیم حکومت شدین یا اینکه به عشره خودتون برگشتین یا؟ نه، تسلیم قوای امنیتی شدیم. بعد چه اتفاق افتاد؟ بعد بازجویی کردن و از همون اطلاعات خواستن. بهشون گفتیم که مجبور بودیم عضو داعش بشیم، یا باید عضو میشدیم یا به قتل میرسیدیم. ابوعبیده به دلایل امنیتی مجبور بود زود به زود تغییر موقعیت بدهد و از او خواسته میشد تا به جای دیگری برود. این مکان در زندگی او در گذشته هنگامی که با داعش بود نقش عمده‌ای داشت. بعد از صحبت من با ابوعبیده او مرا به مناطقی برد که قبلا هنگامی که هنوز با داعش بود از همان محل به نبرد با نیروهای امنیتی مشغول بود. اینها صحراهای اطراف فلوجه بودند. به ما گفته شد زمانی که تو با داعش همکاری میکردی عملیات زیادی در جریان بود و این عملیات در اون طرف اتفاق میافتاد، چون که این بخش تحت کنترل داعش بود. بله. و اون طرف اهالی منطقه بودند. بله. وظیفه تو اونجا چی بود؟ هر چیزی که لازم داشتن رو براشون می آوردم، مثلا غذا. توی عملیات مختلفم هر کمکی میخواستن بهشون میکردم، هرچی که از دستم برمی آمد. به داعش کمک میکردی؟ بله. کدوم عملیاتو اینجا انجام دادی؟ اینجا تاکسی اندازا بودم. تو تاکسی انداز بودی؟ نه، من مسلسل داشتم، اما جوونی که با من بود تاکسی انداز بود، از راه دور شلیک میکرد. از افرادی که میشناختی کسی رو زدن؟ خیلی از افرادی که در نیروهای امنیتی بودن کشته شدن. تو جزو یکی از عشیرهای منطقه بله. بودی؟ افراد عشیره چطور بعد از اینکه از داعش زدی بیرون و به خانواده برگشتی تو رو پذیرفتن؟ هیچ مشکلی از این نظر نداشتی؟ بله. بیا قدم بزنیم. خود میدونی که وضع بین خانواده و عشیره چطوره. وقتی کسی به عشیره خیانت میکنه
مورد خشم و غضب قرار میگیره. مشکلی نبود. بعضیا درکشون از دیگران بیشتره. یعنی بیشتر از بقیه میفهمن. از اینکه به داعش پیوستی چه احساس و چه درکی داشتی؟ تصویری که از داعش داشتی چی بود؟ به نظر داعشی‌ها مطیع شریعت بودن یا علیهش؟ علیه مردم بودن؟ آیا داشتن برنامه خارجی‌ها رو اجرا می‌کردن؟ تو چه درکی از داعش داشتی؟ ادعاشون اینه که تحت شریعت اسلامی عمل میکنن. یعنی میگی که فقط ادعا میکنن؟ بله این ادعا رو دارن و شعارشون دولت اسلامیه. این شعارشونه؟ بله، اما عاقبت شروع کردن به کشتار ماموران پلیس و کشتار مردم. دیگه شورشو در آورده بودن. این چیزا بود که باعث شد ترکشون کنی؟ بله. بعد از اینکه داعش رو ترک کردی دنبالت نیومدن؟ نمیترسیدی که به خودت و خانواده‌ات ضرری بزنن؟ بهش فکر کرده بودم، ولی وقتی عضو داعش میشی انگار که همیشه تحت تعقیب خواهی بود. یعنی همیشه دنبالتن و یه دقیقه خیالت راحت نیست. پس همیشه مجبوری دور از انظار و در خفا زندگی کنی؟ درسته. امروز از نشون دادن صورتت خودداری کردی و اسم واقعی تو نگفتی. نمیخوای ما با خانواده یا دوستات ملاقات کنیم. این معنیش اینه که داری سعی میکنی بی سر و صدا باشی و محتاط. بله. این زندگی چیز خوب و مثبتیه. احساس میکنی که آدم محترمی هستی که حق زندگی داره، یا یعنی اینکه برعکس احساست منفیه؟ حس میکنی که مثل یه آدم عادی میتونی زندگی آزادانه بین افراد داشته باشی و بتونی با دوستات راحت بیرون بری؟ البته که حس منفی بهش دارم، چون قبلا با دوستانم بودم و حالا به ندرت میبینمشون. دارن منو میپان، یعنی هیچی مثل سابق نیست. قبلا خیلی بهتر بود، حالا به ندرت دوستام رو میبینم. احساس میکنم که باید برای تمام گناهانی که مرتکب شدم کفاره بدم. خودم و سرزمینم رو نابود کردم و هرچی که داشتم رو از بین بردم. از همه اینا چه نفعی بردی؟ با پولی که گرفتی کار خاصی تونستی بکنی؟ اصلا هیچی. تونستی خرجش کنی؟ آره کردم. علاوه بر اعدام شدن پسرمون، شاهد کشته شدن مردم بیگناه و همینطور کشته شدن شهید مصطفی روی پل بودی. همه اینا به تغییر و تحول در تو کمک کردن. درباره زنای توضیح بده که برای شما و فرماندهانتون که با شما بودن می آوردن. زنای ایزدی رو برامون می آوردن. به عنوان اسیر؟ از خارج می آوردنشون و به عنوان زوجه ارائه می دادن. فرمانده یکیشون رو عقد می کرد. بعد چه اتفاقی می افتاد؟ این زنها در خدمت مردها بودن و بعد هم شروع کردن به بچه زاییدن. فکر نکردی که چه چیزی باعث شد زنهای خارجی به داعش ملحق شدن؟ هیچکس جرأت نداشت سوال کنه. سوال کردن درباره هر چیزی جرم به حساب میومد. این زنها به این دلیل که برای یه مدت خاصی عقد میشدن و بعد دور انداخته میشدن مورد سوء استفاده قرار گرفتن. آیا داعشی ها همسرشون رو با هم عوض میکردن؟ آیا این مردها اجازه میدادن که زنی که با اونا بود با مرد دیگه بره؟ اگه شوهرش میمرد باید 7 روز صبر میکرد، بعد میتونست زن یکی دیگه بشه. بر اساس کدوم شریعت این کارو میکردن؟ بعد از 7 روز صبر وقتی عده تموم میشد میتونست با مرد دیگه ازدواج کنه. اگه کسی عاشق دختری میشد ولی خانواده دختر موافق نبود میتونست به اسم دولت اسلامی اونو تصاحبش کنه. یعنی به زور؟ آره، اگه برادر یا پدرش هم راضی نبود میتونستی تصاحبش کنه. با رضایت خود دختر تصاحبش میکردن یا اینکه میبردنش تا باهاش عروسی کنن؟ به زور. آره، به هر قیمتی. و دختری که اعتراض میکردن چی به سرشون میومد؟ ممکن بود بکشنش. ممکن بود بکشنش؟ تو توی کارخونه کار میکردی؟ بله. چه کارخونه؟ بله. بود؟ چه کار میکردی؟ کارخونه اسلحه سازی. از این جایی هم بود که تو ماشینا بمب جاسازی میکردیم. آموزش هم دیدی؟ یعنی چطور تو همه این کارا خبره شدی؟ حرفه سابقم بود. یعنی بهت آموزش ندادن؟ نه. به بقیه آموزش دادن؟ منظورم تکثیر اندازاست. بله آموزش میدادن در خیلی زمینا. جوانای زیادی میفرستن. جوانای زیاد؟ یعنی جوانای حدود 16 ساله؟ بعد خودشون میومدن و عضو میشدن؟ بله، جوانا گروهی ملحق میشدن، دسته دسته. این جوانا داوطلب میشدن یا اینکه خانواده ها اونا رو میفرستن؟ داعش میآوردشون به زور. آره، و خانواده هایی که 4 تا بچه داشتن 2 تاشون رو باید میفرستادن. اگه خانواده 4 تا فرزند داشت باید که 2 تاشون رو به داعشی ها میداد. بله. تو جنگ استفاده کنن. بله. اگه مقاومت میکردن چی؟ جلوی چشمشون بچه ها رو میکشتن. یه مردی از فلوجه جسد مصطفی رو از روی پل پایین کشید، درسته؟ بله، بدن مصطفی العزاری از پل آویزون بود. مرد اومد و جسد رو کشید پایین و روی پل حلق آویزش کرد. داعشی ها مردی که مصطفی رو پایین کشید و ددام کردن. به نظر چرا این کارو کردن؟ این کارو نپذیرفتن.
برای ترسوندن مردم؟ برای اینکه متهمش کنن. میگفتن مصطفی مرتد بود، چرا آوردیش پایین؟ برای همین دارش زدن. چون با ارزش بود میگفتن مرتده؟ بله. منظرتون این اعمال با دین اسلام سازگاره؟ نه. پس لازمه که تو اطلاعات و آگاهی بیشتری کسب کنی و بفهمی که اسلام واقعی چیه و چی به صلاحته و چی به صلاحت نیست. تو جوون 21 ساله‌ای، هنوز تمام زندگیت پیش روته، باید در زندگی تصمیم درستی بگیری. به خدا حق با شماست، اما همونطور که گفتم من گول خورده بودم. من و همه دوستام گول خوردیم. فرق خوب و بد رو نمیفهمیدم. وقتی که تو داعش بودی تو کار تونلای زیرزمینی هم بودی؟ بله. تونلا هنوز هستن؟ آره هنوز هستن. کجا؟ کمی جلوتر از اینجا. میتونیم بریم اونجا؟ بله. داریم از بغداد برمیگردیم، میریم به طرف امریه. ابوبیده میخواهد درباره تونل های داعش به ما بگوید. اعضای داعش از این تونل ها برای مخفی شدن از چشم نیروهای امنیتی و همچنین هواپیماهای نیروهای ائتلاف بین المللی استفاده میکردند. ما به همراه ابوبیده آمدیم تا شاهد ویرانی و تخریبی باشیم که جنگ با داعش به جا گذاشته است. وقتی که با داعش بودی تو کار کندن این تونل ها همکاری میکردی؟ بله. این مینه درسته؟ بله، این یکی گلوله راکته. یعنی هنوز امکان داره مفاجاه شه؟ بله. چرا هنوز اینجاست؟ این قسمت هنوز پاکسازی نشده. احتیاج به کار مهندسی داره؟ آره واقعا به کار مهندسی احتیاج داره. ولی الان اینجا خطرناکه. آره هست. اینجا خواهش میکنم نرو اون طرف. ولی من میدونم چیه، اگه کسی ندونه ممکنه منفجر بشه. پس تونل اینا هست؟ بله. وقتی با داعش بودی اینا رو حفر کردی؟ یکی برای تکتیر انداز هست، اونا میرفتن و شلیکشون رو میکردن و این داخل مخفی شده. تونل ها چقدر؟ خیلی طولانی هن. مثلا چقدر؟ 1 کیلومتر؟ 2 کیلومتر؟ 1 کیلومتر. داعشی ها داخل تونل ها موندن؟ آره. یه اتاقی هم بود که میتونستن استراحت و تنفس کنن تا خفه نشن. این یکی بسته شده چون داخلش انفجار اتفاق افتاده؟ آره همینطوره. بستیمشون چون هنوز مهندسان نرسیدن که کار بکنن روش. جای خطرناکی اومدیم. بله. چیزی درسته. دیده نمیشه. نمیشه چیزی دید. درسته، هیچی دیده نمیشه. برق داشتیم؟ نه. اما بیده، یه جوون 21 ساله تمام جوونیشو وسط این تونلا و بمبای انفجاری که هر لحظه ممکنه منفجر بشن میگذرونه. واقعا دلیل این کارو کردی چی بود؟ قبلا بهت گفتم والله هیچی گیرم نیومد. جوانای همسن و سالتون میرن دانشگاه یا یه شغلی دست و پا میکنن، ورزش میکنن و با یک حالت عادی زندگی میکنن. مشکل اینجاست که من تا کلاس ششم بیشتر نخوندم. ششم ابتدایی دیگه ادامه بله. ندادی. درسته، دیگه درس رو ادامه ندادم. حالا از داعش خلاص شدی. حالا زندگی بله. حالا زندگی عادی در پیش گرفتی، ازدواج کردی و برگشتی به اشیره و منطقه خودت. برنامه‌ت برای آینده چیه؟ میخوام برگردم مدرسه و درسم رو بخونم، بعدم کار کنم و از تمام عقاید و افکار گذشتم دیگه دست بکشم. زندگی عادی داشته باشی؟ بله. از نظر مادی چطور؟ برات مشکل و مسئله‌ای نیست؟ در آینده اگه یه گروه مشخصی بیاد سراغ تو پیشنهاد بده که در ازای پول بهشون بپیوندی بهش فکر می‌کنی؟ نه. برات مهم نیست؟ برام تموم شده. امیدوارم که هرگز به اون زندگی برنگردم. بچه هم داری؟ موازه باش، شاید این یکی منفجر شده. درسته؟ درسته. خیلی خوب. بله. خوب بچه هم داری؟ اسمش چیه؟ مراد. اسم حقیقیشه؟ بله. مطمئنی؟ بله. میخوای مراد رو چطوری تربیت کنی؟ طوری بزرگش میکنم که عضو هیچ سازمانی نشه، چه اسلامی و چه غیر اسلامی. میخوام به راه راست بره و جزء هیچ گروه و دسته‌ای نشه. یعنی مصممی هرچی باختی رو اینجوری جبران کنی؟ آره، زندگیم سر هیچ و پوچ حروم شد. این یکی از قربانیان سازمان‌های تکفیریه که عراق و کل منطقه رو به ویرانی کشوندن. از خداوند می‌خوایم که جوانایی مثل ابوعبیده عضو این گروه‌ها نشن و بتونن زندگی عادی داشته باشن و با عشق به زندگی فرزنداشون رو بزرگ کنن و آینده‌ای روشن داشته باشن. متشکرم ابوعبیده. خیلی ممنون. بریم؟ بریم.